بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، هموطنان عزیز و گرامی، سلام، شب شما بخیر. اینجا استودیو 11 تلویزیون هست و اولین مناظره در مرحله دوم 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری. خیلی خوش آمدید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فبشر عباد. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين هداهم الله
وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى خب خیلی متشکریم از جناب آقای حبیب صداقت قاری محترم قرآن که دل و جان ما رو در زمزم آیه های مصحف شریف شستشو داد. سلام عرض میکنم به حضور همه بینندگان عزیزی که از شبکه یک سیما ناشنوایان محترمی که با رابط ناشنوایان از طریق شبکه سلامت و ایرانیان عزیز و خارج از کشور که از طریق شبکه جام جم ما رو تماشا میکنن و همچنین مخاطبین محترم شبکه خبر دو، سلام عرض میکنم، شب شما بخیر و همچنین عرض سلام و شب بخیر دارم به حضور شنوندگان محترمی که از طریق رادیو سراسری، رادیو انتخاب و رادیو ایران ما رو میشنون. اینجا استدیو تلویزیون هست و اولین مناظره‌ای که در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری تقدیم حضور شما خواهیم کرد. همچنین عرض سلام و ادب دارم به حضور هر دو نامزد محترمی که به مرحله دوم انتخابات راه پیدا کردن و تبریک عرض می‌کنم. موفقیت شما رو در کسب رأی مردم و ورود به مرحله دوم و آرزو می‌کنیم که انشالله هر اتفاقی و هر نتیجه‌ای در انتخابات روز 15 تیر ماه افتاد خیر و برکت برای ملت شریف ایران باشد انشالله. خب ما بر اساس قرعه کشی که پیش از این انجام شده ترتیب حضور مهمانان رو احتمالاً مستحضر هستید. بر اساس قرعه کشی نامزد محترم شماره یک در برنامه امشب جناب آقای سعید جلیلی و نامزد محترم شماره دو جناب آقای مسعود پزشکیان هستند. آقای جلیلی سلام عرض می‌کنم، شب بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم، من هم خدمت شما و جناب آقای پزشکیان و همه مردم عزیزمون سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که این جلسه خوبی باشه، همینطور که آیه قرآن بیان فرمود که مردم بتونن حرفها رو بشنون و بهترینش رو انتخاب کنن. انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای پزشکیان، سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام، ببخشید صدای من گرفته است. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و برادرم آقای جلیل سلام عرض میکنم و انشاءالله خدا کمک بکنه که بتونیم آنچه که رضای اوست در این مناظره با هم دیگه داشته باشیم انشاءالله. با توجه به اینکه مناظره های این مرحله یک تفاوت شکلی و ماهوی با مناظره های قبلی داره، که توضیح خیلی کلی راجع به برنامه مناظره امشب بدم و اون اینکه ما در برنامه مناظره امشب در 10 محور سوالاتی رو طراحی کردیم که عمده این سوالات استخراج شده از بیانات، دیدگاه ها و نظرات نامزدهای محترم در طول ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است و هر نامزد محترمی فرصت خواهد داشت که به مدت 4 دقیقه به هر سوال پاسخ دهد. البته در برنامه امشب و مناظره که در این مرحله تقدیم حضور شما خواهیم کرد، منعی برای ورود نامزدهای محترم به مباحث یکدیگر وجود نداره و این دخالت میتونه اتفاق بیفته و ما هم تذکری بابت رعایت وقت نخواهیم داشت، اما این اطمینان خاطر رو میدیم که زمان به طور دقیق محاسبه بشه و در انتها حساب کتابش به طور دقیق اتفاق بیفته. در پایان سوال و جوابهایی که اتفاق خواهد افتاد، هر یک از نامزدهای محترم مجموعاً 5 دقیقه به صورت ثابت فرصت جمع‌بندی خواهند داشت که از این فرصت 5 دقیقه زمانی کسر نخواهد شد. اما اگر پیش از جمع‌بندی و در مباحثات و گفتگوها زمانی کمتر استفاده شده باشه، به زمان جمع‌بندی نامزدهای محترم اضافه خواهد شد. نکته دیگری که اینجا حتما باید بهش اشاره بکنم این هست که در خلال مباحث برای تبیین بیشتر موضوعات یا تفهیم بهتر اون، اگر نیاز باشه با سوالات ثانویه‌ای که به عنوان مجری خواهم پرسید تلاش می‌کنم که موضوعات بهتر برای مخاطبین ارجمند جا بیفتد. و نکته آخر این که کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هم به مانند برنامه‌های مناظره قبلی در استودیو مجاور، استودیو شماره 15 حضور دارند و به دقت بر کم و کیف این برنامه و فرایند و روند برنامه مناظره نظارت کافی خواهند داشت. بسیار خوب، اگر موافق هستید برنامه امشب را آغاز بکنیم و محور اول که موضوع مشارکت هست و ذیل سرفصل اصلی برنامه مناظره که در حوزه فرهنگ و سیاست تعریف شده که با جناب آقای جلیلی آغاز می‌کنیم. خب بحث انتخابات رو مطرح کردیم و ورود دو نامزد محترم به مرحله دوم. جناب آقای جلیلی، مستحضر هستید که ما در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری شاهد مشارکت 40% بودیم که دلایل مختلفی میتونه داشته باشه.
از جمله اینکه به هر حال یک انتخابات زود هنگامی رو برگزار کردیم، از جمله اینکه فضای کافی برای آماده سازی جامعه نداشتیم، و یا اینکه همزمانی با انتخاباتی مثلا شوراهای اسلامی شهر و روستا رو هم در پی نداشتیم، و البته دلایل شاید عمیق‌تر و مهمتری که حالا بعداً باید بهش پرداخته بشه. هر آنچه که هست و به هر دلیلی، چه از طرف جناها و جریان‌های سیاسی، چه از طرف مردم و چه از طرف جوامع نخبگانی، این اصلا اتفاق مطلوبی نیست و حتما باید بهش اهمیت داد و راجبش صحبت کرد. آنچه مهم هست این است که اهمیت مشارکت مردم در انتخابات که در اصل نشان دهنده نوع سرمایه اجتماعی هست، میتونه به توان رئیس جمهور آینده چه در بحث مدیریت داخلی در کشور و چه در حوزه سیاست خارجی و توسعه روابط بین الملل خیلی تاثیرگذار باشه و یک اقتداری رو به او بده که بتونه قوی تر کارش رو پیش ببره. شما اگر رئیس جمهور بشید، برنامه شما چه هست که ما در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری شاهد افزایش مشارکت در انتخابات باشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدد سلام عرض میکنم خدمت همه مردم عزیز ایران. یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران و حرکت بزرگ حضرت امام این بود که امروز ما شاهد هستیم همه دنیا اعتراف دارن که مردم هستن که تعیین میکنن. همین روز جمعه که مردم اومدن رأی دادن، همه منتظر بودن ببینن نتیجه انتخابات چیست، چون یک چیز از قبل تعیین شده نبود، مردم بودن که با آراء خودشون تعیین کننده بودن. همچنان که جمعه آینده هم همچنین چیزی دوباره رقم خواهد خورد و این از افتخارات نظام ماست. اگر ما قدرتی امروز داریم، اگه پیشرفتی داریم، اگه موفقیت‌هایی هم داریم، وقتی که نگاه می‌کنیم این حاصل مشارکت مردم هست. وقتی همه مردم در این عرصه حضور پیدا می‌کنند، در اینکه مشارکت داده بشوند در اداره کشور، در اینکه در برابر برخی از مشکلات چگونه باید ایستاد، ما مهمترینش دفاع مقدس بود، وقتی به ما حمله شد همین مردم اومدن و این کشور رو عبور دادن از مشکلات. همچنان که در عرصه های دیگه هم مردم هستن که این موفقیت ها رو شکل میدن. نظام اون چیزی که من روش تأکید دارم اینه که باید این نقش رو پاس بداریم. این که ما در شعارمون گفتیم هر ایرانی یک نقش پرشکوه، اگر ما میگیم که یک جهان فرصت باید نتیجهش یک ایران جهش باشه، این راهی ندارد مگر با مشارکت مردم. و وظیفه دولت اینه که اتفاقا این بستر رو فراهم کنه. وظیفه دولت اینه که برای هر ایرانی، زن، مرد، جوان، شکل‌های مختلف، نوجوان‌های ما، حتی اینها باید احساس کنن متناسب با استعدادی که دارن میتوانن نقش‌آفرین باشن. دولت باید این نقش‌آفرینی رو ایجاد کنه. لذا یکی از برنامه‌های مهم دولت من حتما این خواهد بود که مشارکت مردم حتما و حتما روز به روز بتواند در عرصه‌های مختلف جدی‌تر و مؤثرتر در اداره کشور باشه، چه در اقتصادش، چه در فرهنگش، چه در سیاستش. این که من بارها به مردم، به عزیزانمون عرض کردم گفتمان دولت سایه، این یعنی چی؟ یعنی مشارکت مردم، یعنی هر کسی به اندازه وسع خودش باید تلاش کند روند کشور به سمت یک بهتر شدن پیش بره. اگر دولتی سر کار، مجلسی سر کار هست، منتخب مردم هستن، دارن کاری انجام میدن، اما کسی احساس کنه این کارشون اشکال دارد، باید تصحیح بشه، مردم باید کمک کنن، احساس کنن که این کار ناقصه، کمک کنن که تکمیل بشه، و اگر خوبه اون رو کمک کنن که تقویت بشه. من این رو یکی از موفقیت‌های نظام میدونم که این بستر رو فراهم کرده، ولی حتما باید ما به سمت مطلوب روز به روز پیش بریم. ما در همین بحث‌های دولت سایه‌مون یکی از بحث‌هایی که انجام میدیم اینه که میگیم هر موضوعی یه وضع موجود داره، یه وضع مطلوب داره. به وضع موجود نباید اکتفا کرد، باید رفت به سمت مطلوب. خود مشارکت مردم یکی از این موضوعاته. اتفاقا ما معتقدیم برای رسیدن از وضع موجود به مطلوب باید از خود مردم به کار استفاده کرد، خود مردم بیان مشارکت کنن تا او برسه. حالا اگر خود اصل مشارکت مردم، میگوییم وضع موجودش با مطلوب فاصله داره، برخی از همین مشارکت هایی که الان در انتخابات اخیر و دو سه سال اخیر انجام شده کاهشی داشته، باید دید چرا این کم شده.
واقعا باید یک برنامه ای رو شما داشته باشید که مردم با انگیزه بیشتر، شوق بیشتر در این عرصه فعال باشن، حرکت کنن. مشخصا و مستقیما اینجا... میتونید برخی از این برنامه رو اشاره کنید، برخی از این برنامه رو مستقیما بله. میتونید اشاره کنید. همین که من عرض کردم، اینکه شما برای هر یک از استعدادهاتون متناسب با اون توانمندی که دارین بستر رو فراهم کنید، احساس نکنه که خب من این استعدادم به چه درد خورد، استفاده نمیشود. شما نمیتوانید استعدادها رو در یک جا براش بستر رو باز نکنید، در اون جایی که لازم هست بعد مثلا موقع انتخابات بگی شما شرکت کن. این رو من یک بار گفتم، نمیشود موقع انتخابات شما ولو شده در فلان روستا صندوق رای رو در با هلیکوپتر ببری که رای بدن، اما در وقت‌های دیگه اونها رو رها کنی. حتما این کار رو بعد انجام. ممنونم. آقای پزشکیان شما چی فکر می‌کنید؟ شما چه برنامه‌ای دارید که در دوره بعدی انتخابات مشارکت افزایش پیدا کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من عذر می‌خوام اگه صدام زیاد خوب نی. قبل از اینکه وارد بحث بشم، یه خبری رو از ما در رسانه‌ها پخش کردن که ما بنزین رو گرون می‌کنیم. ما اینجا بارها گفتیم که این کارو نمی‌کنیم، ولی خب متأسفانه این رسانه‌ها کاری می‌کنن که همین خبرها رو این شکل در میاد. ما بدون رضایت مردم هیچ اقدامی نخواهیم کرد. اینو به طور قاطع عرض کنم. اما این مشارکتی که صورت گرفت، به نظر من برای ما، من به عنوان یک فرد ایرانی نگران کننده است. قابل قبول نیست در کشور 60% از مجموعه جماعت نیام پای صندوق‌های رأی. ما یه گیری داریم که این اتفاق افتاده. این مشکل ما مربوط میشه به این که یه قسمتش به زنان جامعه ماست که بازی نمیدیم اونا رو، به اقوام جامعه است که بازی نمیدیم اونا رو. اون بحث حق و عدالت رو وقتی میبینیم، وقتی من احساس نکنم در یک کشور، در یک جامعه و یک در سازمان جایی از اعراب دارم، منو بازی ندند، طبیعتا من نخواهم اومد که بازی بکنم. در اینجا حالا که قرار منو حساب نکنم، بر چی بیام پای صندوقای رای؟ اگه قرار با من این برخورد رو بکنم، بر چی بیام پای؟ وقتی حقوق انسانها رو ما نادیده بگیریم، وقتی صدای اونها رو نخواهیم بشنویم، وقتی خیلی از خواسته های اونها رو ما خودمون تصمیم بگیریم و لغوش بکنیم، طبیعیه انتظار از این که اینا بیان پای صندوقا به ما رأی بدن که خلاف خواسته های اونها تصمیم بگیریم اقدام بکنیم، خب این اتفاقات میفته. من یه بار اینجا گفتم، الان هم میگم، حضرت علی تو اون نامش میگه این نما عماد الدین و جماع المسلمین و العدت للاعداء العامه من الامه فلیکن سقوک لهم و میلک معهم. ستون یک جامعه مردم هم. وقتی 60% مردم نمیان، یعنی ما باید احساس بکنیم یه خللی در کار ما ایجاد شده. ما اگه قرار در مقابل دشمن بیستیم، این مردم هم میستن، ما تنهایی نخواهیم. بمب و موشک یه بحثه. او اوائل انقلاب حضرت امام میگفت آمریکا بیاد ما رو بزنه، بالاخره میخواد بیاد پایین، این مردم قبول نخواهند کرد. ولی الان مردم نسبت به ما مسئله دارن. ما اگه میخواهیم مملکت اون قوام رو، اون ثبات رو، اون جامعیت رو پیدا بکنه، باید همه اقوام رو ببینیم، همه مذاهب رو ببینیم، هر کس رو بر اساس شایستگی جایگاهش رو در نظر بگیریم. یه خبر فیک باز از همین در رجانیوز و یکی دیگه، پول دادن 210 میلیون از قول ما در رسانه ها پخش کردن که فلانی پسرش گفته که سنی ها فلانند و به اصطلاح آقای عبدالحمید در زاهدان یه حرفای بدی ما گفتیم و مثلا بی احترامی کردیم، پول گرفته که از قول من این حرف رو بزنه. من برای سنی ها میخوام بگم مثلا شما این دروغ هایی که مثلا اینا میگن و در رسانه ها پخش میکنن، یه دو آدم ها اینا رو گسترش میدن، خیلی زشته. تو قرآن بازی آیه ای هست که میفرماید قل هل انبئکم الا من تنزل الشیاطین، میخواید خبر بدم شیطان بر کی نازل میشه؟ تنزل علی کل افاکن اسیم یلقون السم و اکثر هم کاذبون، بر کسانی که دروغ رو پخش میکنند و اکثر هم این حرفایی که میزنند دروغه. آقای پزشکی، اینکه ما در ادوار گذشته مشارکت بالاتری داشتیم، دلیلش این بود که این چالش ها رو نداشتیم؟ شدتش کمتر. ما روز به روز داریم این به اصطلاح پشتوانه اجتماعیمون رو داریم از دست میدیم به خاطر رفتارهامون.
به خاطر گرانی، به خاطر برخورد با دختران، به خاطر برخورد با اینترنت، به خاطر برخورد با فیلترینگی که انجام میدیم، به خاطر رفتارهای ما، مردم از ما ناراضی هم. خیلی متشکرم. ما اینو حل نکنیم مشکل حل نخواهد شد، یعنی با گفتنم درست نمیشه. خیلی متشکرم آقای پزشکیان. بسیار خب، آقای جلیلی شما نکته تکمیلی دارین در این موضوع؟ در ادامه همین سوال هست. بله من ببینید، این نکته که برادرمون جناب آقای پزشکیان اشاره فرمودن نکته درستی است که باید، اگر ما انتظار داریم مردم مشارکت کنند، باید مردم رو ما هم ببینیم که اونها بیان در این عرصه ها و اونها هم متقابلا احساس کنن که با مشارکت خودشون یک حرکت جمعی رو با دولت میتونن شکل بدن. اما چرا این مسئله پیش نمیاد؟ چون واقعا خیلی از اینها دیده نمیشن. شما در همین نظرسنجی هاتون اشاره کردید که مردم چه مشکلاتی رو داشتن، چه نکاتی رو بیان میکردن. اشاره‌ای که برادرمون آقای پزشکیان داشتن اتفاقاً اشاراتی است که به جاهایی که دارن زیاد مردم اینا رو بیان نکرده بودن. ببینید آقای پزشکیان، من یکی از نکاتم اینه، شما میفرمایید مردم باید دیده بشن، حرف درستی است. ما بسیاری از کارگران ما، محرومان ما، بسیاری از کارگران فصلی، کارگران ساختمانی، اینها میگن مثلا ما در این عرصه ها نمیبینیم شما صحبتی بکنید. صحبت از زنان فرمودید، ما الان چند میلیون زن بد سرپرست یا بی سرپرست داریم که اینها دارن سرپرستی خانواده رو اونها انجام میدن. اینها باید در برنامه‌های شما دیده بشود، در برنامه‌های کشور باید دیده بشه که او احساس کنه با اینها میتونه بهتر پیش بره. یا اگر همون که خود مردم در نظرسنجی ها بیان کردن در بحث‌های صدا و سیما بود که اگر صحبت از گرانی است، تورمه، او باید ببیند که شما برای اینها برنامه دارید. اگر شما اومدید و گفتید نه من برنامه ای ندارم، من موضوعی نیست، خب اون میگه حالا مثلا وارد چه عرصه‌ای بشم؟ چون اون مشکلی که اون هست، یکی از چیزهایی که مشارکت مردم رو تقویت میکنه و شکل میده چیه؟ که مردم احساس کنن اگر مسئله ای داره، این مسئله شناخته شده، براش راه حل ارائه شده و این راه حل حالا داره راه حل های مختلف مطرح میشه انتخاب کنن. اگر شما اومدید به جای این مباحث، اشاره کردن مباحث فرعی، مباحث حاشیه‌ای، مباحث دروغ مطرح شد، این حتما جواب نمیده. ببینید من در این فقط 48 ساعت گذشته این میزان مطلب علیه من تولید شده، مشکل نداره، ولی میخوام بگم اینهاست. بعد هیچ کدومم ربطی به موضوعات مردم نداره، بحثای دروغ مطالب اینا که حالا آقای پزشکیان برخی رو از اون طرف اشاره کردن، میخوام بگم این فضا حتما فضایی نیست که کمک کند به مشارکت مردم. مردم باید در این مباحث مسئله خودشون رو ببینن، نه اینکه هنوز هیچی نشده. اشاره کردم مثلا در همین هفته اومدن مردم ما در یه فضای بسیار مردم سالاری دینی حرفا رو شنیدن، اومدن رأی دادن. هنوز انتخابات به اصطلاح نتیجهش اعلام نشده، ما بیایم به 10 میلیون 9 میلیون جمعیتمون بیان کنیم که شما طالبانی، این مثلا آیا این کمک میکنه؟ آقا شما بیا بگو من در این موضوع فلان راه حل رو دارم، راه حل شما کافی نیست. این مردم رو من عرضم اینه، اگر ما صحبت میکنیم از این که مردم باید بیان پای کار، مردم باید احساس کنن، همون 60% که ایشون میفرمایند احساس کنن آیا مسئله اونها مطرح شد یا نشد. نباید مسئله سازی ها تازه بگیم که باید بریم مسئله رو بررسی کنیم، بعد راه حلاش رو پیدا کنیم، بعد ببینیم چیست. خب این طبیعی است، اون القای ناامیدی میکنه. اما اگر شما اومدی مسئله رو درست شناختی، مردم در همین حرفای ما که داره میشنود احساس کنه نه این مسئله شه، راه حل میتونه کمک کنه به این بازنشسته، به این کارگر، به این کسی که الان مثلا یه بحثی هست، ما یه شغل داریم، یه بحث امنیت شغلی داریم، الان همین کارگران شرکتی، من هر شهری که میرم حتما از آقای پزشکیان هم این مطرح شده. یکی از سوالات اینه خب آقا بالاخره تکلیف این امنیت شغلی ما چیست؟ ما چه باید بکنیم؟ آیا امیدی هست یا نیست؟ اگه احساس کنه که نه این براش دوباره اون راه حل پیش نمیاد، خب حتما اون نمیتواند اون انگیزه لازم رو داشته باشه. ضمن این که من معتقدم ما تو این زمینه باید فراتر از این کار کنیم، نه تنها بگیم مسئله تو حل میشه، نه تنها بگیم مشکل تو حل میشه، بلکه بگوییم فرصتی ایجاد میکنیم که تو از همه بکارگیری استعدادت احساس رضایت کنی که استعدادت داره به خوبی استفاده. ممنونم آقای پزشکیان، شما باز در پاسخ اگر بله، این چیزی که آقای دکتر فرمودن در رابطه با رسانه ها، حالا اگه من میآوردم که 3-4 برابر این بود. حالا یعنی من رفته بودم زیارت،
همین بچه‌هایی که میگن ما حزب اللهیم شروع کرده بودن به ما میگفتن تو منافقی، مرگ بر منافق، یا مثلا این حرفا. من منافقم؟ منی که تمام زندگیم و کارم و زندگیم برای اعتقاد و باوره. این گونه گفتگوها، این گونه لقبها، این گونه تهمتها که اینا در فضاها میزنن و بعد میگن این مثلا به فلانی این کارو کرد، این یه دعوای درون گروهیه. یعنی بین این جمعیتایی که با همن، اونایی که نیومدن رأی بدن، اونایی نبودن که نگران پولن. محرومین همیشه اومدن پای صندوق. مشکل ما اینه که به همون آدما هم درست نرسیدیم. یعنی همون آدمایی که الان پشتوانه این انقلابن، زندگیشون تأمین نی با همین حقوقایی که ما براشون تأمین کردیم. برنامه سیاست کلی که وجود داره، قانون برنامه وجود داره. ما در رابطه با بهداشت درمان اصلا قانون برنامه چهار دوره از همینو می‌نویسیم، اجرا نمی‌کنن. حالا تو این برنامه دیگه بیار. وقتی قرار برنامه رو تو این برنامه قرار نیست یک انسانی در یک نقطه ای از کشور بدون خدمت بهداشت درمان بماند، ولی میماند. قرار نیست که هیچی خارج از سطبندی و ارجاع خدمت بگیرد، ولی میگیرد. کی باید این کار بکنه؟ مجریه. مجری وقتی که عزم و اراده برای اجرای چنین کاری نداره، وقتی قدرت ها یعنی مجلس و دولت و قوه قضاییه خداشون برای خودشون یه سفره دیگه پهن کردن، برای مردم یه سفره دیگه پهن کردن. خب مردم اینو که میبینن، خدمتی که ما میگیریم با خدمتی که بزرگان میگیرن با هم فرق داره. باور نمیکنن به ما. ما میگیم هم مردمیم، ولی ما توی سفره دیگه میشینیم، یا سفره دیگه بر خودمونه. به مردم که میرسیم خب میگیم ما به فکر شماییم. خب به فکر شمایی حل میکردی؟ قانون که وجود داشت، برنامه هم وجود داشت، چرا حل نکردید؟ مشکل اون مجریایی هن که باید اراده داشته باشن و مسئولین که بالا نشستن عزم و اراده برای حل این مشکل داشته باشن. یه سفره بر خودشون، یه سفره بر مردم طور دیگه پهن نکنن. آدمای خودشون رو استخدام نکنن، آدمایی که آدم ندارن، آشنا ندارن، جزو حزب و دسته و گروه نیستن، اصلا در هیچ جای جایگاهی نداشته باشن. اگر جزو یک مثلا مذهبی ان، مثلا سنی ان، مثلا چه میدونم کردن، عربن، پستی به اونا ندیم. یه بار گفتم ندادن، سه تا اسم مثلا کرد آوردن پست دادیم، اونا سنی نبودن. اگر من سنی باشم تو این مملکت، یه توان و علمی داشته باشم، اختیار داشته باشم، حق دارم تو این مملکت تو جایگاه خودم قرار بگیرم یا نه؟ ما اینو قرار نمیدیم. چه دانشگاهش، چه مدرسه‌اش، چه استخدامش، حداقل تو خیلی از جاها نگاه کنیم بالا، تو رده‌های بالا، شما از این تنوع به اصطلاح جامعه‌ای که ما داریم چیزی مشاهده نمی‌کنید. الان اکثر قدرت دست یک گروه یا جناح خاصه. همه جاها رو از همین آدم ها میذارن. خب حالا تو بگو من به فکر مردم هستم. به فکر مردم بودن که در شعار مردم که میفهمم من به فکرشم هستم یا نیستم. در نتیجه ما اگه بخوایم همون مشارکت رو ایجاد بکنیم، مردم باید باور کنن من در همون سفره، سر همون سفره خواهم نشست که او میشینه، من پسرم، بچه‌ام، قوم و خویشم همان گونه استخدام خواهد شد که قوم و خویش و بچه اون استخدام میشه، و تو دانشگاه همون جوری خواهد آمد که بچه من میره. این واقعیت وجود نداره. ما یه خواصیم، بر خودمون یه سفره داریم، یه دیگه سفره دیگه دارن. بعدم میشینیم برای اینکه رأی بگیریم، میگیم این مردم فقرا مشکل دارن. مشکل فقرا ما، این مشکل فقرا که آمریکا نی. خب حلش کنیم. قانون هم وجود داره، برنامه هم وجود داره. این برنامه‌ای هم که تو این مناظرات نشون دادن اصلا خلاف اون برنامه‌ای است که وجود داره. قرار نیست ما هی برنامه بنویسیم. برنامه موجود و اهداف رو باید اجرا کرد. رقابت‌های انتخاباتی رو مشاهده کردن. اگرچه هر دو نامزد محترم شهره حسن به اخلاق مداری، اما حرفایی از برخی از فعالان شنیده شد که یک بخشش رو آقای جلیلی اشاره کردن. حالا عبارات و تعابیری که به کار شما اشاره کردین به بحث طالبان یا خوشمغزی که گفته شد، یا از آن سو بحث دورریز و پسمان مطرح شد، واقعا بله منافق یا منافقی که جناب علی شفرم بودید، واقعا خلاف انتظار به حق مردم بود که رقابت‌های انتخاباتی اخلاق اجتماعی رو به جای اینکه ارتقا بده بیاد دچار این آسیب‌ها بشه؟ به هر حال ما روزهای آینده رو در پیش داریم هنوز برای رقابت‌های انتخاباتی. سوالم آقای جلیلی از جناب علی این هستش که چه توصیه‌ای در این ایام باقی مانده تا 15 تیر ماه دارید برای رقبا و هم برای رفقا؟ من توصیه‌ای که از ابتدای شروع انتخابات داشتم، این رو به همه دوستانمون گفتیم که هیچ وقت به خاطر
دنیای امثال من آخرت خودتون رو خراب نکنید، تقوا رو رعایت کنید و حدود فعالیت سیاسی اون خط قرمزش تقوای الهی است، چون فردا همه اینا رو باید جواب بدیم راجع به هر کس و هر کسی که در این عرصه مطرح میشه. همین نکته که جناب آقای پزشکیان فرمودن، من وقتی شنیدم بلافاصله به دوستان ستادمون گفتم ببینید چه کسی این کار کرده، حتما شما اعتراض کنید، حتی اگه آقای پزشکیان اعتراض نکردن. ما اون کی رو تو تبریز رو شوکر زدن، حالا هر کسی ممکنه زدن. ببینید ممکن است در همین عرصه کسانی بیان برای که فضا رو بخوان مشوش کنن این کار رو انجام بدن، و بلافاصله گفتم این رو پیگیریش کنید و حتما محکوم کنید و حتی شما پیگیری کنید اگه خود ایشون پیگیری نمیکنن. اما بحث ما اینه که برخی اوقات خب یه افرادی ممکنه رفتارهای غلطی رو انجام بدن. اشکال کار اینه که اگر ما خودمون یا ستادهامون یا کسانی که مسئولیت رسمی دارن اینها بیان در این عرصه ها بد اخلاقی هایی رو انجام بدن، این حتما مذمومه و باید جلوش گرفته بشه. چرا مهمترین بحثش چیه؟ چون اتفاقا الان یه فرصتی است. ببینید همین امشب این برنامه که هست میلیون ها نفر نشستن، اتفاقا همین بحثی که آقای دکتر میفهمن، میخوان ببینن مشکل چیست. من خیلی خوشحالم آقای دکتر رو اشاره کردن، میگن این مشکل آمریکا نیست، مشکلش بعضی وقتا خود ما هستیم، خیلی از موضوعات ما انجام ندادیم، مردم اینو دیگه پای آمریکا نمیذارن. اشاره کردم مثلا برنامه ششم چرا اجرا نشده. برنامه ششم کی بود؟ زمان مجلس دهم و دولت دوازدهم. اتفاقا آقای دکتر اون زمان این که میفرمان هر دو تاش هم تقریبا طرفدار دست دوستانی بود که از یک نگاهی که حداقل با ما متفاوتن دیگه، هم مجلس دهم میگفتن مجلس امید، دولت دوازدهم هم که میگفتن دولت تدبیر امید، با هم هم بودن. چرا این برنامه اجرا نشد؟ من عرضم اینه، اتفاقا اینجا باید اینها رو با هم بحث کنیم که اگر به قول آقای دکتر این برنامه برنامه خوبی هم بوده و میتونسته کمک کنه چرا اجرا نشده؟ اگر شما مثلا در جایگاهی مثل مجلس هستید که نقش نظارتی داره و اینکه باید دنبال کند که آیا این برنامه داره اجرا میشه یا نه، برنامه مثل کارنامه دانش آموزه، نمیشه یه دفعه آخر سال بیای بگی چرا تو قبول نشدی، اون دیگه یه سال از دست داده. اون پدر دلسوز اینه که هر شب این رو دنبال کنه، اینه درسش رو میخونه نمیخونه که آخر سال اون موفقیت به دست بیاد، اگر نه اینکه حالا مثلا شما چه رفیقه چه رقیبت یه دفعه آخر کار بگی خب تو چرا نخوندی موفق نشدی. من عرضم اینه که کار مجلس، کار نهادها اتفاقا اینه که بیان آقای دکتر نایب رئیس مجلس بودن که به همین رو بررسی کنن، مخصوصا در عرصه‌ای که تخصص خودشون بوده، وزیر بهداشت بودن. خب آقا شما بیا بگو اینم چرا این رو انجام نشده، نظام سلامت چرا دنبال نشده، چرا 30% این برنامه بعد اجرا بشه. تا اینجا من اون نقش مردم رو بهش تاکید دارم. اون چیز با اون اینه که اگر شما به مردم نقش بدید، اون موقع اگر مجلس، اگر دولت هم کوتاهی کرد در وظیفه‌اش، اینطور نیست که این کار تعطیل بشه، این کار متوقف بشه، فقط بعد 5 سال بگی خب 30% انجام نشد. بعد از اون در طی اون بعد مردم هم بتوانند این هشدار رو بدن، این پیگیری رو بکنن، این مطالبه رو داشته باشن که آقا این طرح سلامت، این طرح قضایی، این طرح کشاورزی، اینها چرا پیش نمی رود. و اون چیزی که من از هر دانشگاهی خواستم که بشه یک دولت سایه دقیقاً اینه، اینکه قدم به قدم این مباحث رو دنبال کنه، سایه به سایه دنبال کنه، مؤثر باشه و بر اون کار کنه. مثلا این بحثی که مطرح فرمودن راجع به حقوق اهل سنت، تا این یک از بحث‌های بسیار خوبه. ببینید اهل سنت ما، اقوام ما، هر کدومشون یه حقی دارن، چه رأی به من بدن چه ندن، وظیفه دولته، وظیفه نظامه که اون حق رو باید انجام بده. اگه شایسته سالاری است، اگه حقوق سیاسی است، اگر مشارکتی در بحث‌های مختلفی، این خیلی رفتار بدی است که ایام انتخابات این تبدیل میشه به معامله، که خیلی خوب شما بیا این کار رو بکن، رأی بده، مثلا من این کار رو میکنم. اگه این حقی که باید باشه، این نباید حقوق مردم برود وارد معاملات بشود، این باید تعامل باشه. این رو من بارها روش تأکید دارم که اقوام ما، بله مثل همه مردم، همه ایران سرای من است، همه مردم باید بتوانند ایفای نقش کنند. این بس رو من تأکید دارم رو شعار ما، واقعا من عرض کردم شعار یعنی اون باور، رویکرد و توصیف شما و برآورد شما از صحنه و بعد اون برنامه‌ای که دارید اینه که هر ایرانی یک نقش پرشکوه، اتفاقا این همه ایرانیان رو شامل می شود، زن و مرد، اقوام مختلف، مذاهب مختلف، اینها باید بیان نقش ایفا کنند. خیلی ممنونم آقای جلیلی. آقای پزشکیان، چون این جزو با سوالات مشترک ما هست مثل سوال قبلی، باز اگر ممکنه جواب نظرتون رو بفرمایید. من میگم که ما بودیم این برنامه رو نوشتیم، گفتم که مقصر اصلی دولت هست و مجلس هست و قوه قضاییه.
وقتی که اونی که قانون می‌نویسه خلاف می‌کنه، اونی که اجرا می‌کنه خلاف می‌کنه، اونی که باید قضاوت کنه خلاف می‌کنه، خب همه اتفاقی می‌افته. من چیکار کردم؟ من در هر دوره سوال کردم و اعتراض کردم. در همین دوره مجلس از روز اول سوال کردم، اعتراض کردم، گفتم این آدمایی که شما می‌ذارید مسئول خودشون بیرون منافع شخصی دارن. این آدم نمیتونه بیاد در سیستم دولتی خدمتی بده که منافعش در بیرون به خطر بیفته. گذاشتم. الان دو سال بود من سوال کرده بودم که میگن قانون چرا اجرا نمی‌کنن؟ مجلس هی داشت قانون می‌نوشت. به چه درد می‌خوره وقتی قانون می‌نویسید قرار اجرا نکنید؟ یک، تو همین دولت که حالا اون دولت‌ها کاری نداره، کلی دانشجوها رو به خاطر اینکه نقش مردمه خواستن اعتراض کنن تعلیقشون کردن، اساتید رو بازنشسته کردن و بیرون کردن. وقتی ما در جو دانشگاه، در جامعه، در اداره کاری میکنیم که هر کی بخواد حرف بزنه بیرونش میکنیم، ولی از این ورم میایم میگیم خب مردم باید بیان حرف بزنن. مردم اگه با ما بودن حق دارن بیان بریزن تو خیابونا، اگر نه با ما نبودن یه اعتراضی به عملکرد غلط من داشتن، اگه بیان خلاف قانونه میگیریم میبریم تو زندان میکنیم و بعدم میگیم تو به خاطر مثلا اخلال در اموری مملکت باید بری محاکمه بشی. ما بدون مردم با همون هستی که آقای دکتر فرمودن نقش مردم، حضرت علی در خطبه 216 فکر کنم میگه، میفرماید که لیست تصلح الرعیه الا به صلاح الاولاد. رعیت امکان نداره به جایی برسه به سلام، من اینکه یه عالمان و یه کارشناسان و یه مدیران صالحی داشته باشه. ولم تصلح الولاد الا به استقامت رعیه. والیا در مسیر درست راه نمیرن مگر اینکه یک ملت مطالبه گری وجود داشته باشه. ما مگه گذاشتیم تو جمع مردم مطالبه گری به وجود بیاد؟ هر کی میخواد بیاد تو خیابون، معلم میاد تو خیابون میخواد حقوقشو بده و با تو ازش به اصطلاح قدردانی میکنیم. بازنشسته میاد میگه زندگیم نمیچرخه، ما با زندان باش محاکمه میکنیم. یعنی ما اینکه صدای مردم رو، نقش مردم رو تو این روند بازی بدیم، بازی نمیدیم. در نتیجه من مدیری که عرضه ندارم، حق اون طرف رو نتونستم بدم، قشنگ میشینم اونجا، اونم زیادی حرف زد میگم بگیرید دارن حرف بی ربطی میزنن. این مردمن، اگر ما بهشون احترام بذاریم، اگر حرفشون رو بشنویم، منی که بالا مدیرم دیگه حق ندارم کاری بکنم که خلاف قانون، خلاف برنامه و خلاف چارچوب باشه. ولی وقتی که من خلافه رو انجام میدم، طرف میاد اعتراض بکنه، بازنشستش میکنن، اخراجش میکنن، تبعیدش میکنن، بیرونش میکنن، خب معلومه طرف میبینه از اون ورم بقیه هم صداشون در نمیاد، یا اگر گرفتن همه نمیخوان چیزی بکنن، این مشکلات میاد پیش و ما مشکل پیدا میکنیم. در نتیجه ورزشکار رو، قومیت رو، دانشگاهی رو، چه میدونم مناطق رو، یعنی بر اساس حق و عدالت با مردم برخورد بکنیم. اگر غیر از این برخورد بکنیم امکان نداره ما ادامه بدیم. ملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. با کفر میشه مملکت نگه داشت ولی با ظلم نمیشه. ظلم هم اینه که حق یکی رو بگیری و یکی دیگه بدی، سهم یکی رو بگیری و یکی دیگه بدی، پست رو به یه عده بدی به یه عده ندی، یه عده رو استخدام بکنی یه عده رو نکنی، یه عده رو یه جور حقوق بدی یه عده رو ندی، تا دلت بخواد از این کارا میکنیم. و ما با مملکت رو بخواییم دوستیم، باید حق و عدالت رو توی مملکت پیاده کنیم. بسیار خیلی متشکرم. حالا چون آقای دکتر میخواییم بفهمید تو همین موضوع؟ بله بله. اگر بفهمید بله. نکات خوبی رو آقای دکتر اشاره کردن، من چند تا توضیح بدم. آقای دکتر ببینید این بحثتون بحث خیلی درستی است، تعارض منافع. یعنی اگر کسی منافعی داشته باشه در یک موضوعی حتما جواب نمیده. من همین امروز صبح در جمع فعالان اقتصاد دیجیتال شرکت داشتم، یکیشون پیشنهاد داشت که بله مثلا یه بارم شما وزیر ارتباطات رو از بخش خصوصی بذارید. من انتقام اونجا به صراحت مخالفت کردم، گفتم چون بخش خصوصی منافع داره، اینجا بخش خصوصی باید زمینه براش ایجاد بشه که بتونه کار خودشو به بهترین شکل انجام بده. اما اگر میخواد در این موضع قرار بگیره چون منافعی داره نمیتونه. همین رو میدونه در بحث‌های پزشکی که شما بهتر واقف هستی، تو اون وجود داره، ممکنه تعارض منافع باشه و بحث‌های این فرم. اما نکته که من میخوام عرض کنم، ببینید آقای دکتر، من به مردممونم این رو میخوام عرض کنم که ما موضوع رو اگر ناقص مطرح کنیم، اگر موضوع رو خوب نبینیم، یه دفعه می‌بینیم یه موضوع به این بزرگی شما فقط یه بخش کوچکش رو می‌بینید، شاید اون بخش حالا جدا از این کن دیدن درست یا غلط، اینجا نمی‌توانید راه حل درست داشته باشید. من یه مثال بزنم. اولا این نکته‌ای که فرمودید حرف درستی است، یعنی اگه جوان ما، دانشجوی ما حرف داره، بعد صداش شنیده بشه. ببینید تو
حوادث سال 1401 من تقریبا از وقتی که شروع شد، از تو مهر ماه که شروع شد، من از آبان بنابر این بود هفته یک دانشگاه یا بعضی وقتا هر دو هفته حداقل یک دانشگاه شرکت پیدا می حضور پیدا می کردم. جلساتمون هم یه جلساتی نبود که یه ساعت حالا بریم شرکت کنیم یه حرفی بزنیم بعد بریم. حداقل جلسات من 3 تا 4 ساعت بود، بعضیش تا 6-7 ساعت هم طول کشید. من یادم دانشگاه یزد که ما رفتیم صحبت کردیم، ساعت 1 که من رفتم پشتیبون تا ساعت 6-7 شب طول کشید. و این تو استانهای مختلف، دانشگاه مختلف، اتفاقا این بحث بسیار مهمی است. شما باید بری با مردم، با همون دانشجو صحبت کنی. همون موقع من یک مطلبی مطرح شده بود که نسلیست نه اون زبان ما رو میفهمه نه ما زبان رو میفهمیم، گفتم اتفاقا این اشتباس. با این مردم وقتی با همین دانشجو در همون شرایطی که یکم چالشی بود، پرتنش بود، وقتی شما میشستی 6-7 ساعت صحبت میکردی، میدیدی نه اتفاقا هم شما حرف او رو میفهمی، هم او حرف شما رو میفهمه. بله ممکنه نسبت به برخی حرفای شما قانع نشه، برخی حرفای شما بر او اقناع کننده نباشه. من عرضم اینه که اتفاقا خواهش من از شما و همه دوستانم اینه که این فضا رو دائم ماها باید شکل بدیم، بریم تو دانشگاه ها، تو همینجا حضور پیدا کنیم، با اونها صحبت کنیم، حرفاشون رو بشنویم. تو همون ایام ببینید دست کارگران، فقط اینا نیست، هپکو، همین شهر شما، ماشین سازی تبریز، عرضم به حضور شما هفت تپه، همه اینها، آذراب، اینا در زمانی واقعا صدا داشتن. من هپکو یادمه رفتیم، کارگری میخواست خودکشی کنه، میگه آقا حرف منو بشنوید، ما چند ماه حقوق نگرفتیم، این کار رو دنبال نمیشه. همون زمانهایی بود که دولت و مجلس اتفاقا دوستانی بودن که از رقیب ما بودن خیلی صریحش، اما این انجام نمیشد. که حالا من باعث خوشحالی برای من بود که همین تو ایام انتخابات گرفتم عراق، همون کارگر من رو در بغل گرفت، گفت من خوشحالم بعد از این که این دولت آقای رئیسی این حرکت انجام شد، اون مشکلات برطرف شد، و با اظهار خوشحالی میکرد. این اینطوری است که اون نشاط ایجاد میشه. ما باید اینا رو بریم توش، مباحث رو اگر خدای نکرده ناقص مطرح کنیم، اون یک بخشش رو ببینیم، اون بخش اصلی گم میشه. ببینید وقتی در 8 سال شما رشد منفی داشته باشید، رشد صفر داشته باشید، متوسط رشد 0.7% باشه، این یعنی چی؟ یعنی رکود، یعنی عدم اشتغال، یعنی همین دانشجوی شما، شما بیشتر از اون ببینید، ما میلیون ها دانشجو داریم که بعد این میگه خب من آینده شغلیم چی میشه؟ دو ترم، سه ترم از این دانشگاه به اون دانشگاه یه سری رو اخراج کردن اصلا. و بعد فعالیت های دانشجو رو گفتم باید اینجوری عمل کنید، اگه اینجوری عمل نکنید حق ندارید کار کنید. همین الان دارم این کارا رو میکنم. ما وقتی میگیم مردم، باید اجازه بدیم مردم مطالبه گری کنن قانون رو. او قانونی که من باید اجرا کنم و اجرا نمیکنم، اون باید اقلا داد بزنه چرا این قانون اجرا نمیکنید شما. مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی رو از کی فرمودن؟ قرار بود 1404 ما اول بشیم تو منطقه، مگه غیر از اینه؟ خود چی شده؟ شدیم؟ حالا بگیم اون دولت‌ها مقصرند، بالاخره همه این دولت فلانی مقصره، دولت این یکی چی؟ درست کرد؟ اصلا ما این که میگم برنامه، آیا دولت‌ها طبق برنامه‌هایی که خودشون نوشتن عمل می‌کنن؟ برنامه می‌نویسه، یه کار دیگه می‌کنه. این وعده‌هایی هم که ما هم میدیم، وقتی میام میگم من فلان کارو خواهم کرد، در طی این 40 سال نگاه کنید هیچ کدومش اونجوری که باید عمل بکنیم نکردم. بیشترین مشکلی که الان ما تو این جامعه داریم اینه که حرف میزنیم ولی پشت سرش عمل نمی‌کنیم، پاسخگو هم نیستیم. حضرت علی میفرماید لیس من فرائض الله شیء، الناس اشد علیه اجتماعا ما تفرق احوائهم من تعظیم الوفاء بالعهود. هیچ فریضه ای از فرایض الهی به اندازه پایبندی به تعهد در بین تمام با تمام سلایق مورد قبول نبوده. ما راحت پیمان میبندیم، وعده میدیم، عمل نمیکنیم. چقدر از ماها وعده شنیدید و عمل نکردیم؟ حالا ما از وعده میدیم. من با این روند از نظر علمی غیر ممکنه به اون وعده هایی که حالا ما داریم میدیم برسیم. ما با مردم باید صادق باشیم، صادقانه با مردم صحبت. مردم باید بپذیرن ما صداقت داریم با اونا، ما این صداقت رو نداریم با اینا. اگر با مردم صادق باشیم قطع و یقینی مردم به ما اعتماد پیدا میکنن. مهمترین مشکل حاکمیت ها، نماینده ها، مدیرا، صداقت با پرسنلشونه. رو در رو یه چیزی میگن، پشت سر آن کار دیگر میکنن. اخذنا من النبیین میثاقهم، قرآنه، از پیامبران میگه پیمان گرفتیم،
من که من نوح من ابراهیم من موسی و من عیسی ابن مریم اخذنا منهم میثاقا غلیظا. غلیظ از این پیامبران پیمان که چی؟ لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا الیما. از صداقت ما خواهم پرسید، آیا صادقیم در این گفتارمون؟ آیا مردم همه برای ما مساوی هستند در برابر قانون؟ آیا ما با اونا مثل بچه های خودمون، مثل حزب خودمون، مثل جناح خودمون برخورد میکنیم؟ اگر عمل میکنیم که خب فبه ها، اگر عمل نمیکنیم پس معلوم ما صداقت نداریم، ما راست نمیگیم. مردم از ما صداقت میخوان و این چیزیست که باید داشته باشیم و خب متاسفانه اینجا گیرایی داریم که باید حل بشه. و قوانینی که مینویسیم روش واسطیم. مقام از اول 20 ساله میگه آقا این قانون اجرا این سیاسته، هر کی اومده اجرا نکردم، هیچ کی هم جوابگونی خواهی قرار بوده اجرا نکنم بر چی نوشتم. هر کی هم میگه میگه من برنامه دارم، بر چی برنامه داری؟ تو برنامه‌ت باید بیاد این اهداف رو پیاده کنه، نه اینکه بر خودت یه راه دیگه بگیری. باید برسه به اون هدفی که سیاست‌ها تنظیم کرده. و ما هر کی یه حرفی میخواید من کلی کتاب برنامه بیارم بگم این برنامه است، ولی وقتی به اون هدف نمیرسه ارزش برنامه نداره. برنامه یعنی ما را از این نقطه به اون نقطه‌ای که تعیین شده برسونه و ما اینجا گیر داریم. خیلی متشکرم. چون صحبت از اعتراض کردن آقای جلیلی، ممکنه که خیلی از مردم نسبت به موضوعات مختلف اعتراض داشته باشن، مثل یک کارگری که به حقوق معوقش اعتراض داره، مثل یک معلمی که آقای پزشکیان اشاره کردن، یا یک کشاورزی که به بی‌آبی، یا ممکنه یک نفر به واسطه فسادی به جهت تضییع دارایی‌هاش اعتراض داره. به لحاظ سازوکار اجرایی و عملیاتی، اگر شما رئیس جمهور بشید با چه سازوکاری امکان اعتراض مردم رو بر اساس اصول قانون اساسی، اصل 8م، اصل 27م که وظیفه رئیس جمهور اجرای قانون اساسیه، شما بر اساس این اصول قانون اساسی که وظیفه اجرای اون رو خواهید داشت، چه سازوکار اجرایی رو برای شنیدن اعتراض مردم و رسیدگی به اون پیاده خواهید کرد؟ ببینید، این از افتخارات نظام و بلکه اندیشه دینی است که اگر یک کارویژه‌ای رو، یه وظیفه‌ای رو برای دولت تعریف می‌کنه، نمیگه که این رو فقط دولت باید انجام بده. کنارش اگه به دولت میگه قل امر ربی بالقسط، اما میگه این قسط چه وقت محقق می‌شود؟ وقتی که لیقوم الناس بالقسط. تک تک مردم هم این امکان رو داشته باشن که برای قسط قیام کنن، دنبال کنن. اصلا این بحث امر به معروف و نهی از منکر خیلی بحث متعالی و بزرگی است. این چیست؟ اینه که شما اول از دولت باید شروع کنی، از کارگزاران شروع کنی. این نیست که مثلا بگی خیلی خب حالا ما یه سری کارهایی رو انجام دادیم شما بیستید کنار. نه، از این دولت سای ما دقیقاً مبناش همینه که هر کس باید این رو دنبال کنه در حد خودش، سایه به سایه که ببیند اینجا اگر مشکلی هست این اعتراض رو بیان کنه. اعتراض که فقط تو خیابون آمدن نیست، اعتراض یعنی که بگه آقا اینجا این کار اشکال داره، این خطاست، این به نتیجه نمیرسد. در موضوع اگر ناقصه بگه این ناقصه، این جواب نمیده. ببینید این که آقای دکتر فرمودن بحث درستی است، باید رفت تو مردم، نه فقط بگیم آقا این که دولتیه که نه، ما همین آقای دکتر، من در این ده ها ساعتی که تو دانشگاه های چه تهران چه استان ها حضور پیدا کردم، مثلا در زمان دولت رفیق ما هم بود 1401 بود دیگه، بعد میرفتی 5-6 ساعت صحبت میکردی و واقعا دانشجو اینطور نبود. بله چالشی بود، صحبت میکردن، چند بار میومدن روی سن، میرفتن کنار، ولی سوالاتشون سوالاتی بود که اگه شما توضیح میدادی دادن قانع میشدن. بعضی جا بله شما ممکنه سوالو بلد نباشه جواب بدی، نباید انتظار داشته باشی او قانع بشه. البته ما اینو در دولت رقیب هم داشتیم، زمان آقای روحانی هم داشتیم، باز من همین حضور رو تو دانشگاه داشتم. من عرضم اینه همه اقشار رو ببینیم. ببینید همین کارگران رو باید رفت توشون دید، وقتی میاد صحبت میکنه نگیم بله. ببینید این چیزهایی که شما میفرمایید از سر دلسوزی هم بیان میفرمایید، اما اینا کافی نیست. بالاخره اون میگه خب آقا شما گیم میگه همه چیزا اینا انجام ندادیم، ما این کارو نکردیم. این که شما میفرمایید برنامه یه وقت هست یک نظره، یه ایده است، یکی بیان میکنه، اما این برنامه وقتی که شد قانون دیگه میشه الزام، همه باید به اون انجام بدن. ببینید الان برنامه هفتم اومده که رشد 8%. این رشد 8% که خود به خود اتفاق نمیفته، این باید ریز بشه. حالا این تو معدن چیه، تو کشاورزی چیه، توی وزارت بهداشت چیه، توی عرصه‌های مختلف چیه. این که من عرض کردم یکی از اولویت‌های ما اینه که این برنامه اگه میخواد اجرا بشود، شما به رشد 8% بیفتی، اون موقع بعد مأموریت تعریف کنی، بعد به دانشگاه بگی آقای دانشگاه شما هم در این نقش داری، شما باید در کنار مأموریت‌هایی مثل نمیدونم تعیین واحد و درس و استاد، یک
نقش ایفا کنی در ارزآوری، یک نقش ایفا کنی در ایجاد شغل. این بعد کار تعریف بشه. اون موقع این برنامه میخواد دولت بدین رو دنبال کنه. من برگردم به سوالم. ببینید سوال این هستش که سازوکار مشخص اجرایی شما برای بسترسازی اعتراض مردم به ویژه اعتراض های سنفی و کارگری چه هست؟ که کارگری اگر حقوق معوق داره آیا او اجازه خواهد داشت که در کف خیابون اعتراضش رو مطرح بکنه؟ شما این سازوکاری برایش تعریف میکنید؟ دقیقاً این سازوکار تعریف شده. این یه وقت هست میگه چه برنامه‌ای داری، وقت میگه چه کارنامه‌ای داری. نه چی الان سازوکارش چیه؟ من بسم همینه که این حرفو بشنوید. کارگر این نیست که بخواد بیاد کف خیابون. چه وقت میاد کف خیابون؟ وقتی حرفش شنیده نمیشه. وقتی که شما دفترتو باز کنی، کارگران هپکو بیان اونجا، کارگران آذرا بیان اونجا، هفتپه بیان، همه اینا بیان مطرح کنن، بگی باشه این حرفتو شنیدم، من یه وسعی دارم، در حد وسع خودم این رو پیگیری میکنم و این رو دنبال کنی و بعد حتی تشویق کنی. ببینید من همین توی وقایع سال آبان 98 اتفاقا همون زمانم باز کسی نمیرفت دانشگاه، زمان دولت رقیب ما بود. من اتفاقا در همین شهر آقای پزشکیان من در دانشگاه شهید مدنی رفتم، اونجا حضور پیدا کردم. دانشجو اونجا مطرح کردن راجع به یه اشکالی که آقا الان ماشین سازی تبریز این واگذاریش این اشکالات رو داشته. تا من استقبال کردم، گفتم اتفاقا کار دانشجو همین. یعنی معتقد هستی بعدن رهبری فرمودن که تحسین کردن همین کار دانشجوها رو. یعنی معتقد هستی که رئیس جمهور با حضورش در کنار این اقشار این زمینه همه دولت. ببینید این رو باز من عرضم اینه، این نیست که فقط یک نفر، من بحثم اینه این یک روی کرده، یک پارادایم، یک نوع نگاهه که شما کارگر رو فکر نکنید که این دیگه حالا به تو چه، این ما این واگذار کردیم تو دولت، همون دولت وقت بود واگذار کرده بود، میگه آقا من دارم بیچاره میشم، کارگر داشت خودکشی میکرد. بسیار خب اینو باید بشنوی و اتفاقا این جواب داده. وقتی که پیگیری کنی در حد وسع خودت، حالا اگه همون زمان آقای دکترم حتما پیگیری کردن یا مباحث مشابه بوده، مثلا گفته خیلی منم در حد نایب رئیس مجلس دنبال میکنم، یکی هم بگه من در این حد دنبال میکنم، این حرفا رو بشنود. هر کس وسع خودشو بیاره پای کار. ببینید این راه حل نیست که ما بنشینیم بگیم خب این که نمیشه و ما بد عمل کردیم و اینا. خب باشه، الان سوال مردم دقیقاً همینه. خب آقا این بد عمل کردن ها از کجا میخواهد خوب بشود؟ خیلی متشکرم آقای جلیلی. آقای پزشکیان شما اگر ممکنه مشخصا بفهمید سازوکار اجرایی برای همین اعتراضاتی که بهش اشاره کردید چیه؟ این راه حل علمی داره که ما باید اگه تو کشور بر اساس این راه حل بریم اصلا به اینجا نمیرسه. و از نظر اعتقادی هم اینجوریه که مثلا باز حضرت علی در یکی از عباراتش میفرماید لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه، امام هیچ وظیفه ای نداره مگه اون چیزی که خدا براش معین کرده. اول میگه ابلاغ فی الموعظه، ابلاغ فی الموعظه یعنی نامه امام به مالکش داره، یه دستورالعمل، اجتهاد فی النصیحه یعنی نظارت بر آنچه که او باید بکنه، و بعد احیاء السنه و دو تا دیگه کاری نداره. ما چیزی که داریم در مدیریت سه تا اصل وجود داره: کی مسئوله، بهش ریسپانسیبیلیتیه، چگونه باید کار کنه، همون ابلاغ فی الموعظه است، پرفورمنس است، بعد پاسخگویی است، چجوری باید جواب بده. اگر ما در یک سیستم برنامه وجود داره، مسئول رو بیاری بگی آقا تو وظیفت این کارو بکنی و اگر نکرد مجازاتش کنی، اون نمیتونه حق یه کارگر رو نده، نمیتونه یه دانشجو رو همینجوری بیرون کنه، نمیتونه حقوق پرسنلش رو نده. مشکل ما الان تو این کشور اینه. شما الان راندوم فردا بپرسید 99% مدیرا نمیدونن اصلا قانون و برنامه یعنی چی، حتی اون وزیر خودش هم اطلاع نداره. خب وزیری که نمیدونه قانون و برنامه یعنی چی، رئیس دانشگاهش نمیدونه، رئیس دانشگاهش نمیدونه، یا مدیر کل نمیدونه، چی رو میخوای از اینا سوال کنید؟ قدم اول اینه که اون ابلاغ فی الموعظه رو طرف از مجلس گرفت، بعد یه دستورالعمل بذاره بگه فلانی تو مسئول 1 2 3 4 این کارا رو بکنی، این پول، این منابع، اینم امکانات، این جوابم باید بدی، جواب نداد باید برخورد بکنی. ما مدیرمون مسئولیتشو انجام نمیده، کتکشو پرسنل میخوره. چرا؟ کتکشو اون مشتری که باید بیاد میخوره، جواب مشتری رو نمیدیم. من خودم اون موقعی که نایب رئیس بودم تو خیابونای بانک‌ها پول مردم رو خورده بودن، هی میزدن، ما رفتیم اینا رو جمع کردیم چیه قضیه، یهو دیدیم حق با ایناست.
آدماشون رو صدا کردیم، رفتیم با همین مبنایی که در حقیقت بود، نمیدونم حالا بحثش مفصله، با رئیس قوه قضاییه صحبت کردیم، با معاون اول رئیس جمهور صحبت کردیم، برنامه گذاشتیم، نشستیم یک یک یواش یواش مشکلاتشون رو حل کردیم. گناه هم از حاکمیت بود، گناه از مردم نبود. آقای پزشکیان، با فرض تمام این سازوکارهایی که جناب عالی اشاره کردید، ولی باز ممکنه تخلفی اتفاق بیفته و صدای اعتراض خیلی ها رو، من میگم اومده بود تو خیابون، صداش کردم، پیگیری کردم، مشکلشو حل کردم و مقصرم قوه قضاییه، باید اون آدمایی که پول اینا رو خورده بود برخورد بکنه. حالا نمیدونم برخورد کرد یا نکرد. بنده وزیر بودم، اعتراض کردن کارمندان، من نشسته بودم هایم یه طبقه پایین تر، دیدم این بچه های حراست این ورانور میدونن که صدا در نیاد، گفتم چی شده دارید اینجا؟ گفت ها هیچی نیست اینا، نمیدونم. گفتم هیچی نیست، بر چی اینا داد میزنن؟ گفتن ها حقوقشون ندادن. گفتم خود چرا ندادید؟ گفتم برم پایین تو نمازخونه بشینم. رفتم پایین، گفتن اینجوری پول ما رو ندادن. گفتم مقصر منم، من باید پول شما رو میدادم، عذرخواهی کردم، رفتم دنبال کار زندگیشون، برای که من مقصرم، پول کارمند رو چرا ندادید؟ کارمند پول نداده باش برخورد میکنم. ببین آقای پزشکیان، بعضن این مثلا پیشنهادها رو مطرح میکردن که اگر اعتراضات صنفی یا کارگری وجود داره، ما فضایی رو آماده خواهیم کرد که هر کس اعتراض داره در این فضا بیاد پلاکاردش رو بلند بکنه. اون که قانونه. نمیخوام بگم شما به لحاظ اجرای دولت شما چه سازوکاری رو تعریف خواهد کرد. ما اصلا وظیفمون، میدونید مملکت کی درست میشه؟ یک، با هم دعوا نکنیم، دو، به قانون عمل کنیم. با هم دعوا به قانون عمل کنیم. او چی که قانون گفته رو اگه مجبور، او حق داره بیاد اعتراض کنه. اصلا قرار نیست اجازه بگیره. اینا میگه اجازه بگیر، اجازه هم نمیدن. حقش اعتراض کنه، قانونه. تو چرا یا قانونه رو عوض کن، یا وقتی قانون اون حق داره اعتراض کنه چرا جلوشو گرفتی؟ برای که به اختشاش تبدیل نشه چه کاری دارید؟ اگر ما راه حرف زدن بزنیم او دیوونه است اختشاش کنه. ما وقتی جواب نمیدیم، وقتی به اینجاش رسید، بالاخره آدم دیگه از سیاهی بالاتر رنگی که نی. درست. وقتی دیگه جوابش نمیدی، مولم میشه میزنه شیشه رو میشکنه. خود تو اگه بشینی جوابشو بدی، حرفشو گوش بدی، مگه اینا دیوونن؟ آی دکتر میگه من با دانشجو نشستم حرف زدم. بابا به پیر و پیغمبری دانشجو فردای مملکت ما. اینا نخبه های ما. حرف داره، خب بشین. مقصری بگو آقا ببخشید درستش با. نه، قانعش کن که این قبول کنه. نه اینکه اخراجش کنی. احسن. نه اینکه تهمت بهش بزنی، نه اینکه انگ بهش بچسبونی. بسیار خوب، خیلی متشکرم. من ادامه بحث رو میخوام برم رو موضوع فضای مجازی، چون ذیل موضوع اگر این فرمایش آقای دکتر رو من یک توضیح عرض کنم، فکر میکنم اگه وقت هست میشه ادامه بدم. بله بفرمایید. از وقتم استفاده بشه. ببینید آقای دکتر نکته خوبی رو اشاره کردن، اتفاقا چون موضوع ما الان اینه دیگه، بالاخره مردم میخوان روز جمعه انتخاب کنن. اتفاقا سوال اصلی الان اینه، پس رئیس جمهور اینجا چه نقشی باید ایفا کنه، چه کار است؟ اگر به قول آقای دکتر وزیرش، مدیر کلش، اینها قانون رو نمیخونه، اشراف نداره، به تبعش اجرا هم نمیکنه، تمام سوال ما اینه. اتفاقا مردم اینجا میخوان انتخاب کنن، میخوان رئیس جمهوری رو انتخاب کنن که دیگه وزیر رو بگذاره که اون برنامه رو بدونه، بخواند، بهش ملتزم باشه و بتواند این قدرت اجرای اون رو داشته باشه، و بعد رئیس جمهوری باشه که بتواند ماهانه 6 ماه از او سوال کند که خب آقا این چه شد؟ پیش رفت یا نرفت؟ و اینجا مردم هم میتوانن کمک کنن. ببینید اتفاقا اینجا دقیقا نقطه بسیار مهمی است. ما یه وقت اینه که همین رو بگیم و بگیم اینا که نخوندند و انجام ندادند و دنبال نمیکنن همونجور که قبلا بوده، خب چه بسا آینده هم انجام بشه. یه وقت اینه که میگید نه، اتفاقا اون برنامه‌ای که ما میگیم اینه، یعنی من بحثم اینه، اگه ما عرض میکردم آقای دکتر ما این برنامه رو داریم، اینه که میگیم اگه تو برنامه کشور، برنامه هفتم که قانون اومده مثلا رشد 8%، این که خود به خود انجام نمیشه. به قول شما بعد این وزیر صنعت شما، وزیر علوم شما، وزیر کشاورزی شما این رو بداند، اشراف داشته باشد و برود به سمت این. شما بعد برنامه عملیاتی ازش بخواید، بعد بگه خیلی خوب بس این رشد 8% این میزان ارزاوری میخواد، اینجا وظیفه ای توست، اینجا باید این کار رو انجام بده. خیلی متشکرم. موضوع رو میخوایم ببریم رو بحث فضای مجازی، چون ذیل موضوع فرهنگ موضوع بسیار مهمی است. همونطور که مستحضر هستید، فضای مجازی مشخصا دارای دو ساحت متفاوت هست. یک بخشی کسب و کارهایی است که مردم در فضای مجازی انجام میدن، و یک بخشی هم آسیب هایی است که برای اقشار آسیب پذیر مثل کودکان یا نوجوانان یا کلاهبرداری که در فضای مجازی اتفاق میفته. ساحات دیگری هم داره، ولی مشخصا راجع به این دو موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای
جلیلی، شما پیش از این اشاره کرده بودید که معتقد به مسئولیت پذیری در موضوع فضای مجازی هستید، اما منتقدین شما معتقدند که شما به دنبال ایجاد محدودیت در فضای مجازی هستید. مشخصا ممکنه بگید که مرز مسئولیت پذیری و محدودیت کجاست؟ ببینید، این رو من قبلا هم در همین مناظرات عرض کردم. یکی از باورهای من اینه، ما اگر شعارمون اینه یک جهان فرصت، این رو صادقانه عرض می کنم، یک بخش عمده ای از فرصت ها امروز در فضای مجازی است. امروز فضای مجازی با فضای واقعی عجین شده و کمک اون اومده و خیلی از این موضوعاتی که امروز ما مطرح می کنیم برای رفاه مردم، برای تسهیلات، برای اینها، با همین فضای مجازی شکل می گیره. و این یکی از اون مهمترین نکاتی است که دولت باید اتفاقا براش برنامه داشته باشه. الان همین که اشاره فرمودن، یه وقت هست میگیم آقا اینا خب یه وزیری، یه کسی یه چیزی میگه، نه، اتفاقا اینجا باید مشخص بشه تو نگاهت به فضای مجازی چیست، چگونه میخوای کار رو انجام بدی. حالا این مصداقی دیگه، یعنی مثلا میگن آقا سرعت اینترنت کمه، خب این میشه کلی صحبت کنی. یه وقت هست شما میگی نه، این بحث بسیار مهمی است، ما مثلا این رو بررسی کردیم. آقا خب بله، اگر شما میخوای از فضای مجازی خوب استفاده کنی، باید بتوانی سرعت شایسته هم داشته باشی که بهتر از این بهره رو ببری. که ما بررسی های ما اینه که مثلا سرعت اینترنت موبایل میشه حداقل 10 برابر و اینترنت ثابت رو 50 برابر افزایش داد. اینو من صبح تو جمع فعالان اقتصاد دیجیتال هم عرض کردم. این جمع‌بندی ما، نگفتیم 8 برابر، نگفتیم 60 برابر، این بر اساس یک محاسبه انجام شده، این کارهای میشود انجام داد. ممکنه که بگه نه من بیشتر انجام میدم یا کمتر. عرض من اینه، هر عرصه‌ای، هر آزادی، هر موضوعی برای اینکه بتونه از اون شما بهره برداری حد اکثری مستمر و پایدار داشته باشی چیکار باید بکنی؟ این چه چیز آزادی رو حفظ میکنه؟ مسئولیت پذیری. شما در جاده همینه، شما مثلا جاده میکشی، هزینه میکنی، اتوبان میکشی، اما چه چیز اون رو قابل استفاده میکنه؟ اینکه یه جاش میزنی سرعت 110، یه جا میزنی 90، یه جا میزنی آقا یک طرفه از این ور نیا، برای اینکه این بتونی کارو انجام بده. همه میپذیرن اینا، یک چیزای پذیرفته شده است، مربوط به ما هم نیست، در همه دنیا وجود داره. این مسئولیت پذیری که من عرض کردم اینه، مسئولیت پذیری است. این نیست که مثلا شما بگی آقا چرا اینجا شما نوشتی سرعت این، سرعت مثلا 110 توی اتوبان، نه، بعضی برای اینه که اینجا واقعا این اتوبان در این حد میتونه کار انجام بدهد. من عرضم اینه که تو عرصه‌های مختلف اگر ما مسئولیت پذیری رو، البته این نکته درسته، این مسئولیت پذیری نباید سلیقه‌ای باشد، باید قانون باشد، نباید حتی قانونم هر روز عوض بشود، باید یک چیز مشخصی باشد. ما تو اقتصادمون همین رو داریم، توی صنعتمون داریم، توی فضای مجازی داریم، تو فرهنگ داریم، تو همه این چیزاست. اگر این خارج از سلیقه باشه، یه استانداردی داشته باشه، مشخص باشه، با رفتن آدم زید و عمرو این عوض نشه، این حتما کمک میکنه. اون موقع این فضای مجازی شما میشه یک فضای بسیار مؤثر. و ما یکی از افتخاراتمون امروز اینه، این که من میگم فرصت، که ما امروز یک نیروی انسانی بسیار ارزشمند داریم. من همین امروز صبح بسیار لذت بردم در جمع فعالان اقتصادی این عرصه دیجیتال که بودن، اینها میدید خب شما یه بسترهای بسیار خوب دارید. اتفاقاً بحث اینا امروز چی بود؟ همین یک از مطالباتشون این بود، آقا بسیاری از این کارها رو دولت لازم نیست انجام بده، ما خودمون انجام میدیم، فقط شما مانع نشوید. خب این خودش یک کمک بزرگ میکنه. یک دولت اگر بره در بخش‌های مختلف، چه بخش سلامتش، چه فضای مجازیش، چه بحث‌های دیگه، بره تو بحث تنظیمگری، عوض اینکه بیاد خودش رو جای مردم بذاره، بله شما مردم رو در این حد براشون این فضا رو باز کنید، بستر رو ایجاد کنید، خیلی از این کارها رو اونا به بهترین شکل میتونن انجام بدن. اینجا بله شما باید کمک کار باشید. من بحثم اینه، اتفاقا بارها گفتم ادارات ما، وزارت خونه ما باید پناهگاه مردم باشن، ملجأ مردم باشن، نه اینکه بگن وای این رو چطوری رد بشیم، این افغان رو چجوری بگذاریم، یا این اصطلاحات که خدا سر و کارت به فلان اداره نندازه. این اون بحث. خیلی متشکرم. این توضیح بدم که جناب عالی به مدت 4 دقیقه بیشتر از جناب پزشکیان صحبت کردید. استدامه این هستش که مدیریت بفرمایید که در پاسخهای بعدی این زمان مستهلک بشه. جناب پزشکیان، شما که در موضوع فیلترینگ به صراحت گفتید که بساط فیلترینگ رو جمع خواهید کرد، ممکنه مشخصا بفهمید که آیا واقعا قائل به هیچ محدودیتی نیستید؟ این رو توضیح بفرمایید. و اینکه چگونه در تمام دنیا در مواقع خاص محدودیت‌های دارن، اینجوری نیست نده، ولی اینکه ما اون موقع رو بگیریم الان که هیچ مسئله‌ای نیست،
فیلترینگ بذاریم برای مردم و پشت سرش مردم برن یه دکون درست کنن فیلتر شکن بخرن. بیشتر از اینترنت دارن پول فیلتر شکن دارن میدن مردم. خب بر چی دارید این کارو میکنید؟ کی داره تازه در فیلتر شکن دیگه اون محدودیت رو شما نمیتونید انجام بدید، اون کنترل نی، این فیلتر شکن میخره به هر سایت دلش خواست میتونه بره. آقای پزشکیان، مشخصا اگر ممکنه بفرمایید که شما در کنار فرصت‌های فضای مجازی چگونه اون رو مدیریت خواهید کرد؟ دولت آینده شما چه مدیریتی در مدیریت فضای مجازی خواهد داشت؟ مسئله بستگی داره در کجای قضیه شما می‌خواید مدیریت. ما بحث‌های اداری، بیمارستانی، خدماتی، دارایی، بانکی، اینا همش به اینترنت وصله. الان آموزش تو دانشگاه‌ها بیشتر کاراش به صورت مثلا کتابخونه ها به صورت مجازی دارن شکل میگیرن. ارتباطت با دنیا بر اساس این سیستم است. شما نمیتونید بگید ما فقط توی قفس میخوایم با هم زندگی کنیم، با دنیا هم رابطه نداریم. شما اگه بخواید ارتباط برقرار کنید باید اینترنتی داشته باشه که به اصطلاح فیلترش نکنن. یه موضوعی که مطرح میکنن عدم مسئولیت پذیری سکوهای خارجی نسبت به کاربران. باید اجازه بدیم همون بحثی که الان آقای دکتر فرمودن، اون صاحبان اون شرکت ها خودشون برن با اونا صحبت کنن و بعد اون مسئولیت رو باشون قرارداد ببندن. این امکان پذیره. یه همین شرکت ها میگفتن آقا اجازه بدید ما بریم با اینا صحبت کنیم، بگیم ما در این محدودیت از این به بعد شد شما مثلا این سرویس رو ندید. این روند رو هم میشه با اون صاحب فراینده که داره این کار میکنه با اون انجام داد، هم خود دولت میتونه بره با اینا بشینه قرارداد ببنده به جای اینکه یه الان مفت دارن از مردم. کیان این فیلتر به اصطلاح فیلتر شکن ها رو میدن؟ پولت میره تو جیب چه کسی؟ چرا کسی از این نب... و چقدر بلا سر اون کسانی که از این طریق اینترنت و از این فضای مجازی داشتن زندگی میکردن، با این کاری که کردن زندگی از زندگی ساقط کردن این مردمو. خب ما نباید کاری بکنیم. اون محدودیت ها در تمام دنیا وجود داره، تو خود آمریکاش هم الان مثلا میگه از فلان به اصطلاح فضای مجازی حق ندارید، اصلا حذفش میکنه. ما میتونیم این کارا رو در مواقعی که نیازه در هر کشوری این کار میکنن ما هم بکنیم، ولی الان در وضعیت عادی همه دارن از فیلتر شکن استفاده میکنن پول هم میدن. برای چی دارن این کارو میکنن؟ چرا جلو این کسانی که فیلتر شکن ها رو میفروشن نمیگیرن؟ تازه این آدمایی که فیلتر شکن میخرن بچه‌ها به فضاهایی میتونن وارد بشن که در حالت عادی اینا اصلا نمیشه وارد شد و در ضمن غیر قابل کنترل هم هست. حالا فیلتر شکن که میدن تو حتی موقعیت هم نمیتونی پیدا کنی کجاست، ولی وقتی در اختیار سیستم راحت میتونی مدیریت کنی، کارتو انجام بدی، کمک بکنی و نظارت بکنی. ما با کاری که در رابطه با فیلتر کردن انجام دادیم، حالا یه موقعی تظاهرات بود، نمیدونم اعتصابات بود، میگفتیم مثلا هر حاکمیتی ممکنه اینا رو قطع کنه. خب قطع کن. خب حالا که هیچ خبری نی، برای چی فیلتر شکن به اصطلاح فیلتر میکنید مردم از زندگی و ساقط و تازه دانشگاه ها رو با همین مشکل مواجه میکنید، بیمارستان ها رو با همین مشکل مواجه میکنید، ارتباطات دانشگاهی رو با مشکل مواجه. یعنی واقعیت قضیه اینه که ما باید کاری بکنیم مردم در این فضا راحت بتونن زندگی کنن، درآمد کسب بکنن. دنیایی از فرصت و امکانات در این فضا وجود داره. با اون جاهایی هم که میخوان قرارداد بدن میتونن برن با اونا بشن، یا این شرکت ها برن باشون قرارداد ببندن، یا دولت بره باشون قرارداد ببنده. طبق این شرایط شما مثلا به ما سرویس بدید. پس شما با یک فیلترینگ کنترل شده در مواقع بحرانی مثل همه دنیا، مثل همه دنیا کجای دنیا مثل ما عمل داری میکنه؟ تو دنیا چیکار میکنن؟ ما که از خودمون قرار نیست چیزی رو دوباره اختراع کنیم. همه دنیا چیکار میکنه؟ مشابهش بیایم عمل بکنیم. ما دیگه کاری داریم میکنیم، مردم از زندگی داریم ساقط میکنیم. اعتقادم بر اینه نباید این کار بکنیم. تازه این فیلتر شکن ها بیشتر از خود اینترنت مردم دارن پول فیلتر شکن میدن. اینا کیان این پولا رو میخورن؟ به کی دارن این پولا رو میدن؟ چرا مالیات هم نمیدن؟ خود تحت نظارت دولت باشه که هم مالیات میده هم پولشو میده، هم تو میتونی نظارت کنی، هر وقت هم دلت خواد میتونی قطعش بکنی در مواقعی که حالا مسائل امنیتی یا هر چیزی که هست. خیلی متشکرم جناب جلیلی. سوال اختصاصی در موضوع حکمرانی میخوام از جناب عالی پرسش کنم. سوال این هستش که شما معتقدید که پایگاه حزبی مشخصی ندارید و در تبلیغاتی که دارید فضای مجازی نکته‌ای دارم اگه عرض کنم، فکر میکنم اگر وقت باشه، چون بحث مهمی است، خیلی از مردم سوالشون هست این رو توضیح بدیم. ببینید به هر حال این نکاتی که گفته میشه، اگر میگیم فضای مجازی یک فرصته، باید برای این برنامه داشته باشیم و این رو به مردم مشخص بگوییم چه کار میخوایم بکنیم.
حالا من یه مورد رو اشاره کردم تو بخش قبل. ببینید یکی از اون بحث‌ها اینه که ما نگاهمون اینه که می‌خوایم تو فضای مجازی مصرف کننده باشیم یا تولید کننده. نگاهمون به سکوهای خارجی باشه یا داخلی. نه اینکه سکوهای خارجی استفاده کنیم. فرمودن آقای دکتر بله سکوی خارجی هم بیاد مسئولیت پذیری قبول کنه، مسئولیت بپذیره، اونم مثل بقیه میتونه فعال بشه. اونم میتونه کارشو انجام بده. از اون فرصت هم باید استفاده کرد. اما بس اینه که اگر شما این نگاه رو داری که میخواهید اینجا فعال باشی، منفعل نباشی. ببینید ما یکی از برنامه‌هامون اینه و این رو روش تاکید داریم، محاسبه داریم. آقا چرا ما نباید پول اینترنتی که داره از مردم گرفته میشه و مردم اومدن محتواشو تولید کردن به اون پرداخت بشه؟ که ما بس اینه که بعد 10% از این به اون داده بشه. این خودش وقت ببینید چه فرصتی رو ایجاد میکنه، چقدر شغل ایجاد میکنه، چقدر برای مردم ما یک منبع درآمد ایجاد میکنه. خب شما این رو باید انجام بده. چرا این کار انجام نمیشه؟ این یکی از موضوعات بسیار مهمه. این که شما امکان اشتغال رو فراهم کنی، صنعت فضایی رو در اینجا بیای پر رونق‌تر بکنیم. ما این رو انشاءالله تو برنامه‌ای که داریم اینه که ما میتوانیم انشاءالله ششمین کشوری باشیم که یک کاوشگر میفرستیم به کره ما. خیلی متشکرم. این بحث‌های بسیار مهمه که فضا برای شما ایجاد میکنه که بتوانید از این خیلی متشکرم فضا حد استفاده حداکثر. چون نگران اون رعایت عدالت در وقت هستیم در این موضوع. اگر با حالا درباره هوش مصنوعی هم قبلا مفصل صحبت کردیم. تکمله‌ای دارین آقای پزشکیان؟ فقط می‌خوام اینو بگم ما قرار نیست که از چرخه تولید تو دنیا بیایم بیرون. دنیا داره الان به سرعت دارم. یعنی اینکه یک کشوری همه کار رو خودش بکنه این دیگه زمانش گذشته. جانمایی کنید در اون چرخه. اشکا همون اون بعد در اون چرخه شما جای خودتون رو پیدا کنید. چرا ما الان تو ماشین مشکل داریم؟ گفتیم آقا ما خودمون تولید میکنیم. چه بلای سر مردم آوردیم با این ماشینایی که داریم تولید میکنیم و بعد بنزین رو در مثلا 100 کیلومتر 20 لیتر مصرف بکنه، بعدم بخوایم عظیم بعدم بگیم گرونش میکنیم. مگه میشه؟ خب ما اگه بازار رو باز کنیم یه رقابتی به وجود میاد، اون وقت میتونیم بگیم ما هم میایم کار میکنیم، نه اینکه بیایم قفسی دور خودمون درست بکنیم و بعد بگیم این چیزی که ما تولید میکنیم شما باید همین رو بپذیرید. و خب طبیعتا واقعا این نکته درستی است. شما باید این چرخه رو باز کنید همه باشن، اما جانمایی کنید برای اقتصاد خود. در اونجا شما هم جایگاه داشته باشید. این درست، ولی ما داریم میبندیم کلا. یعنی ما داریم کاری میکنیم از چرخه به اصطلاح تکنولوژی در دنیا داریم خارج میشیم. اینو باید در نظر بگیریم، ولی همون پشتیبانی که آیدون اونا رو هم تو داخل باید تقویت بکنیم. اما ممکنه در یک حلقه ای ما بتونیم موفق بشیم. اصلا دنیا الان خیلی پیچیده است. خود آمریکا نمیتونه از این چرخه بیاد بیرون. تا چه برسه ما تو این مملکت بگیم آقا ما همه کارا رو قرار خودمون انجام بدیم. این شدنی نی. همین بلایی که سر خودروها تو این کشور آوردن. الان ماشینایی که اصلا آدم میمونه واقعا چجوری با این مردم برخورد بکنه. ماشینایی که مثلا فرض کنید قیمتش مثلا 20000 دلاره، ما تو این مملکت به مردمی که حقوق به اصطلاح 100 دلاری 200 دلاری 300 دلاری میدیم میفروشیم 100000 دلار. خوابش هم نمیبینن این ماشینا رو. در صورتی که همون مرز رو وا کنه این ماشین بیاد خیلی راحت میتونه با اینو الان ماشینی که اگر همون لند کروز میگن چی میگن بیاد با پول خودش 2 میلیارد تو این مملکت میفروشن 20 میلیارد. چه مردم چه گناهی کردن ما داریم این کارو باشه؟ برای اینکه چرخو بسیم یه دت به اصطلاح خودرو رو تولید میکنیم مجبورن از این خودروهایی که به این وضعیت رو داره استفاده کنن. هم آلودگی داره، هم بنزین رو اینجوری مصرف میکنه، هم اصلا از کارخونه در میاری بعضی وقتا تو خونه میرسی مشکل پیدا میکنی. خواه اگر رقابت باشه این حداقل خودش اصلاح میکنه. بسیار. حالا ما چون برنامه اقتصادیمون فردا شب هست مفصل راجع به خودرو صحبت خواهیم کرد، اما وارد موضوع حکمرانی میخوام بشم و اگر اجازه بدید با جناب عالی آغاز بکنم موضوع حکمرانی این بار. جناب عالی بارها و بارها ای پزشکان در برنامه تبلیغاتی خودتون به موضوع کارشناسی اشاره کردید و این جزء کلید واژه‌هایی بوده که پرتکرار مورد استفاده شما قرار گرفته. اگر بخوام مثلا اشاره بکنم در مستند تلویزیونی خودتون گفتید که در حوزه سیاست خارجی کارشناس نیستید یا در بحث میزگرد اقتصادی هم تقریبا چون این تعابیر رو در حوزه اقتصادی مطرح کردید. در میزگرد اقتصادی شما دو مشاور رو به خود همراه داشتید که صاحب دو تفکر متفاوت در حوزه اقتصادی و طرفدار دو مکتب اقتصادی متفاوت بودند. سوال جدی که پیش میاد این هست که شما چگونه در حوزه کارشناسی تفکرات مختلف و بعضا متضاد رو در کنار هم خواهید چید و تصمیم گیری خواهید کرد و آیا به تصمیم
رسیدن پس از تضارب این افکاری که ممکنه خیلی با هم تفاوت داشته باشن زمان رو برای تصمیم گیری شما از دست نخواهد داد؟ نه ببینید وقتی میگم کارشناسی اقتصاد 125 تا ساب اسپشیالته است یعنی فوق تخصصه این دو تا کارشناس هم میان باز دو تا نظرن 125 تا تخصص مختلفه که میتونی از اونها نظر بگیری اینکه کی در کجا کارشناسه همین رو بفهمی خودش یه مسئله است اینکه ما میخوایم چه کنیم دیدمون چیه ما گفتیم دیدمون حق است و عدالت تو عدالت اون چیزی که از نظر اعتقادی معتقدیم ما در سلامت و در به اصطلاح آموزش به بازار آزادی معتقد نیستیم حق مردم سلامت قرار نیه آدمی که یه مادری که بچه‌ش زیر دستش داره میمیره پول نداره ما بهش سرویس ندیم قرار نیست یه روستایی که مثلا تو روستاست یا مثلا تو یه شهری پول نداره مدرسه خوبی نداره و بعد اون توی مدرسه بدی بشینه درس بخونه یه آدمای پولدار بچه‌هاشون رو با دوپینگی که با این پولا میکنن به معلم‌ها میدن بعد در آخر بیای این دو تا رو بگی با هم رقابت کنید این بی عدالتیه در این چه این دید ماست که مشخص میکنه و با سیاست‌های کلی که در سیستم تعیین شده و مقام معظم رهبری مشخص کرده از کدوم متخصص برای رسیدن به کدوم هدف تو باید استفاده کنی من وقتی چشمم مریضه نمیرم پیش طرف جراحی مثلا سینه شکم میرم جراح چشم پیدا میکنم حالا اگه قرار ما در گندم یه اقتصاد رو تعریف بکنیم میریم اون کسی که در گندم اقتصاد ما فارماکواکونومی داریم اقتصاد دارو داریم هاسپیتال اکونومی داریم اقتصاد بیمارستان داریم اینجوری نیست اقتصاد دان میتونه بیاد بگه تو بیمارستان تو میتونه بگه ها کلیگویه مثل یه پرستار یه پزشک عمومی از سلامت میتونه بگه در نتیجه این که ما در کجا از چه متخصصی برای چه موضوعی استفاده کنیم او چیزی است که برمیگرده به یک نگاه ما و دو او جایی که میخوایم از اون متخصص استفاده کنیم سه اون متخصص هم قرار نیست هر کسی باشه ما بین مربیایی که تو دنیا وجود دارن الان تو ورزش خیلی چیزی که قابل فهمه مربی وجود داره ایران هم پر مربیه تو فوتبال تو والیبال تو کشتی تو همه اینا ولی یهو اینو میری از خارج یکی رو پیدا میکنی این میتونه اون تیم تو رو بالاتر ببره این که اون مربیه چقدر مهارت داشته باشه چقدر تجربه داشته باشه چقدر کارآمد باشه و در ضمن قبلا یه کاری رو کرده باشه و موفق شده باشه این چیزی است که ما باید انتخاب کنیم. آقای پزشکان در موضوعاتی مثل سیاست خارجی یا موضوعاتی مانند اقتصاد دو تا تفکر متضاد رو چطور میشه بنجام؟ سیاست خارجی اصلا به اقتصاد سیاست خارجی اصولا باید بستر رو آماده کنه برای اینکه کار اقتصاددانان ما، تاجران ما، معامله گران ما تو بازارهای دنیا بستر پیدا کنن. بر اساس اون رشته‌ای که هست، حالا گندم صنعت کشاورزی اصلا اقتصاد صنعت با اقتصاد کشاورزی فرق داره اینکه تو میخوای در روابط خارجی مسئله کشاورزی رو مثلا ارتباط پیدا کنی یه نگاه میخواد در مسئله صنعت یه نگاه دیگه اینکه به کجا نگاه کنی یه نگاه دیگه یعنی اینا بحثایی است که واقعیت چرا دبی امارات شدن اونا خودشون این کارو کردن کارشناس مربوطه رو پیدا کردن ازش نسخه گرفتن اون نسخه رو اجرا کردن مشخصا آقای پزشکیان تفکرات متضاد منظورم این است که فرض بفرمایید در یک موضوع مثلا سیاست خارجی ممکنه یک کارشناس یا مشاور شما کاملا نگاه به شرق رو تجویز بکنه و یک کارشناس و مشاور شما کاملا نگاه به غرب هم مقام معظم رهبری هم امام نه شرقی نه غربی است هر کجا منفعت ما صدق بکنه و مصلحت کشور مقام معظم رهبری فرموده که ما بر اساس مصلحت حکمت و عزت کار هر جا عزت ما حفظ بشه منفعت ما اقتضا کنه میریم باش صحبت آخه ممکنه با سر همین منفعت هم باز تضاد مشاوره و تفکر از نظر علمی برای همه اینا به اصطلاح evidence based decision making یعنی بر اساس شواهد تصمیم گرفتنه ابزار برای اینکه چگونه تو این تصمیم بگیری وجود داره یعنی اینجوری نیست من میگم شواهد و مستندات و مستندات هم علمی هم تجربی هم مجموعه کارشناسا میگن این راه بهتر از این یکی اینکه من میگم یکی اینکه شواهد علمی و مکتوب و کارشناسای مجموعه کارشناسا میگن نه این درسته در اون مورد موضوع مشخص نظر مجموعه کارشناسا رفرانس و مستند علمی به اضافه تجربه بین المللی میتونه ملاک عمل باشه اینکه من میگم تو دنیا گذشته که با حرف من دل روده یکی رو بریزم و بعد نتونن جمعش کنن یا اینکه مثلا مشخصا اگر بین دو وزارت خارجه در یک موضوع واحدی اختلاف نظر وجود داشته باشه و رئیس جمهور بعد تصمیم شما بگید موضوع چه تا بگم چیه ببینید اینکه اختلاف نظر
اون حرف اولی که خدمت شما در حکمرانی گفتم این که ما بگیم ابلاغ فی الموعظه، یه دستورالعمل در جهت یه هدف روشن، این که این چگونه باید بره از نظر علمی مشخصه، همون که میگم بر اساس شواهد تصمیم گرفتن، بر اساس شواهد سیاست گذاری کردن، ابزار داره، قابل اندازه گیریه. من نمیتونم بیام بگم من رئیس وزیر بودم، رئیس دانشگاه هم میمونم این کارو بکنم، میگفتم برو ببین کی این کارو کرده، کی گفته باید این کارو کنی، کجا این کارو کردن. این وزیر میخواد بگه باید بگه کجا این حرفی که زده داره انجام میشه. قرار نیست با حرف من مملکت بیا توی چاله ای بیفته که نتونی درش بیاری. بسیار. باید بگی کی این کارو کرده، مستندش کجاست، چه تجربه‌ای به دست آوردید، قانونش هم اینجوریه، مدیریتش هم اینجوریه، کارش هم اینجوریه. بسیار خوب. آقای جلیلی خواهش می‌کنم هم نظرتون راجع به موضوع بفرمایید و همین که شما معتقدید که یک پایگاه حزبی رو به دنبال نداری و در تبلیغاتتون هم بارها گفتید که به گعدهای محفلی و جناحی هم علاقه ندارید، رقبای شما هم اعتقادشون بر این هستش که شما آدم بسته‌ای هستید، چون در موضوع حکمرانی داریم صحبت می‌کنیم، سوال اختصاصی جناب عالی دارم مطرح می‌کنم، آیا این اساساً به این معناست که شما با کار تشکیلاتی مخالفید و اساساً فرایند تصمیمی در دولت آینده شما به چه صورتی خواهد بود و این برنامه‌ها و ایده‌هایی که مطرح می‌کنید رو با چه سازوکاری و در چه فرایندی اجرا خواهید کرد؟ ببینید دو تا نکته مهم رو من عرض کنم، یکیشون که جناب آقای دکتر پزشکیان فرمودن من باهاش موافقم، به هر حال شما برای اداره کشور این نیست که یکی علامه دهر باشه بگه همه چیز من بلدم، سلونی قبلا تفقدونی، این حرف درستی است. موضوعات مختلف، اقتصاد، سیاست، بهداشت، وزارت، همه این چیزها. راهش چیست؟ اینه که بله باید بنشینی جلسات کارشناسی، بحث‌های مختلف بشنوید، اینها رو به تصمیم برسید. اما نکته من اینه، ما داریم از مقام رئیس جمهور صحبت می‌کنیم. رئیس جمهور با دیگه رئیس دانشگاه فرق می‌کند، با یک نظریه پرداز فرق می‌کنه، میگه من این نظر رو قبول دارم یا ندارم. باید تصمیم بگیره. من عرضم اینه، این مباحث کارشناسی در موضوعات مختلف رو باید قبلاً انجام داده باشید، یعنی وقتی که اعلام آمادگی میکنید برای ریاست جمهوری باید این کارها رو انجام داده باشید، در کشاورزی، در اقتصاد، در صنعت، در سیاست خارجی، در نظام سلامت، در هر چیزی نگاه‌های مختلف رو شنیده باشید، به جنبندی رسیده باشید. ما ادعایی که داریم اینه. اون نکته که فرمودید دقیقاً اینجا، اون سوالی که باز مربوط به من شد که میگفتید که میگن شما به گعده‌های سیاسی، این کارها رو در دنیا، این تجربه که آقای دکتر فرمودن، بله احزابی وجود دارن روی موضوعات کار میکنن، جنبندی میکنن، یه نفرم از اون حزب میاد معرفی میشه که این کارها و برنامه رو دنبال میکنه. ما اینجا بستمون چیست؟ ما اینه که با این برخی جلسات محفلی و گعده‌ها و اینطور لابی‌ها و اینا، این چیزا توش در نمیاد، آنچه که برای کشور به مصلحت توش در نمیاد، بیشتر همین بحثایی است که اشاره شد. اتفاقا ما نگاهمون اینه که ما محدود و بسته به یک گعده و یک محفل نیستیم، اتفاقا همه ایران سرای من است، همه مردم باید مشارکت کنند. این که من عرض کردم ما در 11 سال گذشته سعی کردیم این موضوعات رو بررسی کنیم، یکی از عزیزان تو مناظرات به من گفت بله شما 11 سال زنبیل گذاشتید، من گفتم بله، به خاطر اینکه اهمیت داره، بالاخره شما اگر روزی میخوای در این جایگاه کار کنی یا به رؤسای که در این جایگاه هستن، رؤسای جمهور کمک کنی، باید آشنا باشی، نمیشه همینجا حرف کلی بزنی بر اساس دو تا گعدی و سه تا محفل سیاسی حرف بزنی، چهار تا لابی و چهار تا رفیق حرف بزنی. اتفاقا این بحث مهمه، اینم کار عمیق میخواد، کار جدی میخواد، تو موضوعات مختلف باید به جنبندی رسیده باشی و بتوانی تصمیم بگیری، چون رئیس جمهور دیگه رئیس در مقام اجراست. اجرا چه وقت موفق میشه؟ آقای دکتر اشاره کردن خیلی بحثا اومده ولی انجام نشده، وقتی که شما به اون موضوع اشراف داشته باشی، بتوانی در لحظه در اون جایی که هست تصمیم صحیح رو به موقع بگیری. اگر تأخیر داشته باشی، اگر دچار تزلزل بشی، اگر دچار تردید بشی، اگه بگی هنوز من میخوام ببینم بررسی بشه، خب این حتما زمان رو از دست میدی، موقع زمان شما نیست که از دست دادی، 80 میلیون جمعیت، این زمان از دست میره، خیلی از فرصت ها از دست میره. ضمن این که خیلی از این مباحث کارشناسی رو وقتی شما به یک جنبندی میرسید در سیاست خارجی، در اقتصاد، آقای دکتر فرمودن مثلا سیاست خارجی عرصه استفاده از فرصت هاست، شما باید فرصت ها رو در لحظه شناسایی کنید.
هر جایی که منافعت بود، حقوقت بود، ازش دفاع کنی. هر جا تهدیدی بود باش مقابله کنی. اما این رو وقتی که این اشراف رو داشته باشی، در اقتصاد همینه، در نظام سلامت همینه. اگر شما اشراف داشته باشید، اون موقع نه فشار خارجی نه برخی کارشکنی های داخلی میتونه مانع شما بشه. من این رو عرض کنم، آقای دکترم حتما تایید میکنم، خیلی وقتا از شما یه بحثی رو که دنبال میکنید، چه بسا تو همون ساختاری که بعد اون رو اجرا کنه با مقاومت روبرو بشه، شما چطوری اینو بعد عبور کنی؟ وقتی که اشراف داشته باشی هم به موضوع هم به مقاومت ها و سنگ اندازی هایی که میشه اونجا، باید بگی آقا اینجا من این رو با علم دارم دنبال میکنم، باید به نتیجه برسد که مثلا این مشکل محرومین حل بشود، این مشکل تولید کنندگان ما حل بشود. من دیروز بازار بودم، ما با 22 تا صنف، من تو این 7-8 سال گذشته به ویژه جلسه داشتم با 22 یا 24 تا صنف حدوداً، اینقدر ما به 17 تا موضوع رسیدیم که اینا مانع تولیده، مانع اینه که رکود در بازار شکل میگیره، مانع این میشه که خیلی شده تو بخش دولته، مثلا بخشنامه های متعدد، بعضن تصمیم های غلط و این، خب اینا مانع میشه که بازار شما بتونه پیشرفت کنه. شما باید اینجا مقاومت کنی، اینجا باید بیسی بدانی، اشراف داشته باشی تا این کار رو با قوت پیش. بسیار خیلی متشکرم. ما چون از موضوع حکمرانی ترتیب پرسشمون آمد به سمت شما و بعد به سمت آقای جلیلی، باز در موضوع دیگر که در موضوع روابط خارجی هست با جناب عالی آقای پزشکیان با سوال اختصاصی آغاز خواهم کرد. از تبلیغات انتخاباتی شما و طرفدارانتون اینطور درک و فهم میشه که روابط بین المللی و اقتصاد در دولت شما به شدت به موضوع تحریم ها مرتبط است. رقبای شما معتقد هستند که دولت 8 ساله قبل از شهید رئیسی 8 سال فرصت و اختیار لازم رو برای مذاکره و گفتگو با آمریکا و غرب رو داشت و در نهایت نتیجه آن شد یک توافق ناقص و به دنبال اون تشکیل تحریم ها و تورم بسیار بالا. جناب علی اگر ممکنه بفرمه که سیاست خارجی دولت شما چه مسیری رو طی میکنه و برای تقویت روابط خارجی با فرض ادامه تحریم ها چه خواهید کرد؟ یعنی شما تعامل میکنید و اگر طرف مقابل شما اهل تعامل نبود و تعامل با شما نکرد، برنامه جایگزین شما چه خواهد بود؟ ببینید، من اول اون بحث اجرا رو بگم. آقای دکتر فرمودن برنامه هست، باید برنامه داشته باشید. امکان نداره یکی مثلا بیاد در وزارت بهداشت برنامه بنویسه ولی در داخل برنامه وزارت بهداشت نباشه. استراتژیک پلنینگ در درون سازمان امکان پذیره. کسی که از بیرون می‌نویسه اصلا متوجه نیست اونجا. اون استراتژیک پلنینگ میتونه کپی پیست بکنه برنامه بنویسه، ولی اون مشکل اونجا رو نمیتونه حل کنه. عین این تو کشاورزی، عین این تو اتا، یعنی تو نمیتونی، من نمیتونم از بیرون بیام برای اینجا با یه کارشناس برای این برنامه بنویسم و بعد بگم خبر دارم. حالا این بحث علمی مفصلی داره. تازه اومدی برنامه نوشتی، مشکل تو مملکت ما نبود راه حل نی، در کشورهای مختلف مشکل نبود اون آدمایی که علم، مهارت و انگیزه اجرا داشته باشن. راه حل الان وجود داره تو قانون برنامه، قابل اجرا کنه، از دولت گرفته تا پایین، مجلس قوه قضاییه، هیچ کدومشون اجرا نمیکنن. چرا؟ برای اینکه علم و مهارت و انگیزه این کار رو ندارن. در نتیجه خب راحت و پشت تریبون هم وای میسن مردم حرف میزنن، ما بر مردم فلان کارو خواهیم که بهمان، این چیزیه که وجود داره در حوزه رابطه خارجی. اما در رابطه با خارجی اصلا این دولت، مشکل اصلی ما توی مملکت اول اون اختلاف است. FATF وقتی اون دولت مخالفت میشه، این دولت موافقت میشه، ما امکان نداره، ما میتونیم زندگی کنیم، تر قفس ببندیم، با دنیا رابطه نداشته باشیم، اما زندگی به خور نمیر میتونیم داشته باشیم. ما به هر حال اگه میخوایم تو دنیا رشد بکنیم، هر چقدر ارتباطمون رو بیشتر بکنیم، اونقدر بهتر میتونیم زندگی کنیم. حالا اول از همسایه‌ها شروع میکنیم، بعدم هر چقدر تونستیم اونورتر میریم. هر چقدر این کسانی که میتونیم باش رابطه داشته باشیم سبدهای مختلفی باشه، یک گزینه نباشه، اون گزینه نمیتونه سر ما کلا بذاره و هر چی دلش خواست به ما دیکته کنه. در نتیجه هنر وزارت خارجه یا سیاست خارجه باید این باشه که قابلیت انعطاف و آلترناتیو های مختلف برای گفتگو، برای معامله، برای تجارت داشته باشه. وگرنه اگه قرار باشه من فقط با شما تجارت کنم، خود طبیعیه شما ببینید من هیچ گزینه دیگه غیر از شما ندارم. به قیمت ارزون میخری، به چند برابر قیمت میفروشی، پولم هم نمیدی، هیچ کی هم صداش در نمیاد. این مشکلی است که ما الان در این رابطه داریم، در رابطه با برجام و نمیدونم این معاملات و اینا. برجام من اصلا با ریز قضیهش کاری ندارم،
ترامپ مخالف بود، نتانیاهو مخالف بود. تو ایران اونایی که رفتن سفارتخانه عربستان سعودی رو، انگلستان رو زدن، آتش زدن، اونا مخالف بودن. عربستان سعودی هم بعد اون مخالف بود. چقدر برای مملکت صدمه زدن؟ اونا مخالفن. حالا ما هم تو این مملکت بگیم مخالفیم عیب داره. همون عیبی که داره، همون نتانیاهو داشت خودشو میکشت که برجامه اجرا نشه. این چه چیزیه که نتانیاهو قسم خورد که من نباید بذارم این برجامه درست بشه؟ ما خودمونم تو داخل کاری کردیم، با هم دیگه دعوا کردیم که این برجامه نشه. نشستیم هی گفتیم اینجاش گیر داره، اونجاش گیر داره. بله، تو وقتی معامله میکنی، وقتی گفتگو میکنی، یه چیزی میدی، یه چیزی میگیری. اینجوری نیست همه چیزو تو بدی، هیچی نتونی بگیری. آیا اگر طرف شما در سیاست خارجی اهل تعامل با شما نبود، برنامه جایگزین شما چیست؟ ببینید، از ما که توی ما تو قفس خواهیم موند. تعامل نمون، ما توی مملکت وای میستیم، بالاخره بلدیم تا جایی که زنده بمونیم از پتانسیل ها و انرژی ها و توانمندی های خودمون با اون اقتصاد مقاومتی زندگی کنیم و در ضمن مردم رو مشکلاتش حل کنیم، ولی از تمدن دور خواهیم موند. واقعیت قضیه اینه، ما اگر ما الان مثلا در ناترازی انرژی، در تورم، در نمیدونم سوختایی که داریم پرت میدیم، در اون روندی که چی میگن ناترازی بانک ها و مسائل مختلف نفت و گاز اینا وجود داره، ما اگه اینا رو مدیریت کنیم، خیلی از مشکلات کسری های بودجمون خود به خود میتونیم حلش بکنیم. اما اونی که میخواییم رشد بکنیم رو نخواهیم کرد. ما از الان از نظر علمی میدونید الان چقدر داریم ضرر میکنیم به خاطر همین FATF و برجام؟ شاید روزانه 10,000 میلیارد داریم ضرر میکنیم. محاسبه کنن، ارزون میفروشیم با 30% گرون میخریم. تازه جنس، هر جنسی هم آشغاله به ما میدن، بنجل بهمون میدن، نمیتونیم هم چیزی بگیم. تو این وسط هم یه عده کاسب تحریمن، تا دلت بخواد میخورند و ما هم خبر نداریم، برای اینکه شفاف نیست. میگه دزدکی بردم فروختم دیگه، تو که نمیتونی بگی راست میگه، دروغ میگه، درسته، غلطه. در نتیجه این بلا داره سر مردم میاد. ممکنه مشخصا بفرمایید که سیاست خارجی دولت شما با سیاست خارجی دولت آقای روحانی چه وجه تمایز و تفاوتی خواهد داشت؟ ما بر اساس سیاست‌های کلی که همون حکمت و عزت و مصلحت جلو خواهیم رفت، و اگر تو داخل باز ادامه بدیم این دعواها رو که الان وجود داره، هیچ فرقی نخواهد کرد. ما به جون هم افتادیم. اول باید همگرایی در داخل، یعنی اول انسجام داخلی باید به وجود بیاد، چون تا میاد یکی موفق بشه اون یکی گیر میده. برای اینکه من نمیخوام شما موفق بشید، منم که میخوام موفق، اون فرصت از دست رفته، و یا تو شما نمیذارید من موفق بشم. ما اول باید همگرایی داخلی رو درست کنیم، دست از این اختلافات برداریم و بعد بپذیریم منفعت ما اینه که بتونیم با دنیا گفتگو کنیم، سهممون رو بگیریم. این که ما بیایم تصور بکنیم توی این مملکت، توی دنیا میتونیم دور خودمون یه قفس بزنیم یا تهاتر بکنیم، فقط 100 میلیارد 200 میلیارد دلار که با تهاتر نمیشه معامله کرد. تازه این تا پولی که ما الان با عراق باید پول ما رو بده نمیده، ترکیه پول ما رو نمیده، چین پول ما رو نمیده، جنسه رو گرفته پول نمیده. بعدم یکی میره مثلا اونجا اون چیزایی که او دلش میخواد بهش میده، مثلا بیا اینو بگیر، کی ضرر داره میکنه؟ بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب جلیلی. در حوزه روابط خارجی، رقبای شما معتقد هستن که شما زبان دنیا رو بلد نیستید، مذاکره نمیتونید انجام بدید، نگاهتون کاملا ایدئولوژیکه، منافع ملی رو تأمین نمی کنید، و اخیرا هم آقای حجریان در توییتی گفته بود که دولت شما دولت تداوم تحریم ها و قطعنامه هاست. مشخصا بفرمایید که شما برای گسترش روابط خارجی و اداره کشور با وجود تحریم ها چه برنامه دارید؟ آیا برنامه برای خنسا کردن تحریم ها مثل مثلا گفتگو و مذاکره با آمریکا خواهید داشت یا خیر؟ و چه میزان از اون تجربه دیپلماتیک و حوزه سیاست خارجی که درش فعال بودید استفاده خواهید کرد؟ خب بحث سیاست خارجی به نظر من امتداد بحث داخله، و اگر شما بخواید اقتصاد داخلتون موفق بشه، حتما باید یک سیاست خارجی پویا، فعال و موفق داشته باشید. آقای دکتر اشاره کردن، سیاست خارجی اگه صحبت میکنیم فقط دو سه تا کشور نیست. این اشتباه بود که روابط خارجی اومد منحصر شد و خلاصه شد در چند قدرتی که دقیقا بیشترین اختلاف رو با شما داشت. دنیا 200 کشور وجود داره. چگونه فرصت ها به دست میاد؟ از نقاط اشتراک، کسانی که دقیقا میرن رو نقاط اختلاف و با کسانی که بیشترین اختلاف رو دارن میخوان با اون موضوع رو منافع کسب کنن، حتما به دست نمیاد. اشاره کردن آقای دکتر،
همین توافقی که فرمودن برجام انجام شد مگه نشد؟ همین دوستان میگفتن ما اگه به ما اجازه بدید این کارو انجام بدیم هم چرخ سانتریفیوژ میچرخه هم چرخ اقتصاد، مگه این کارو نکردن؟ نه که ما بگیم، خود طرف مقابل گفت، آقای دکتر گفت 15 بار آژانس گزارش نوشت که ایران همه تعهداتشو انجام داده، پس مانعی نبوده. نتیجهش چی شد؟ طرف مقابل یک تعهدشو انجام داد، دو تاشو انجام نداد، کلا خارج شد. تو داخل کی پاره کرد؟ بعد از اینکه اونها خارج شدن، نه ببینید میخوام بگم کسی مانع اجرا نشد. تو فضای سیاسی شما ممکنه نظرات مختلف مطرح بشه، من دقیقاً بحثم اینه. اتفاقا آقای دکتر سیاست خارجی جای دیدن واقعیت هاست، واقعیت رو باید خوب ببینیم. زود ملت خودمون رو متهم نکنیم، طرف مقابل رو تبرئه کنیم. اون بود که آژانس خودش میگفت 15 بار ایران همه تعهداتش انجام داده، حتی من به شما بگم فراتر از تعهداتش انجام داد، ولی اون خارج شد. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش شد همون این که تحریم ها رو هم اضافه کرد، یعنی 800 تا شد 1500 تا. در همون شرایط بود، در شرایطی که میگفتن ما میریم حل میکنیم، اقتصاد چرخید. اون موقع اشکال کار چی بود؟ همون که خود شما اشاره کردید که شما دنیا رو منحصر کنید در چند تا کشور. اتفاقا این غلطه، بله کشورهای دیگه هم ممکنه همینطور رفتار کنن. هنر سیاست خارجی اینه که شما باید 200 کشور رو نگاه کنید، اون نقاط اشتراکی که فرصت ازش در میاد اون رو استفاده کنید. حتی بعضی وقت از اختلافات کشورهای دیگه برای شما فرصت به دست میاد، اونم باید استفاده کنید. من مثال زدم، روسیه امروز مثلا با اروپا دچار اختلاف شده. قبلا 11 میلیارد دلار سیفیجات وارد میکرده از اروپا، امروز اروپا کنار رفته، شما اینجا برات یه بازار پیدا شده، بعد از این استفاده کنید. این همیشه هم ممکن این فرصت نباشه. این هنر سیاست خارجی اینه که شما بتوانید دقیق استفاده کنید. ما یه بحثی که داریم اینه که در سیاست خارجی اتفاقا اون ابعاد قضیه رو اگر شما نبینید، برخی از نکاتی که دوستان مطرح میکنن عوض این که به ملت اتکا کنن، ما تو صحبت میکنیم میگیم به ملت اتکا بشه، میگن آقا اینا میخوان ببندن. نه، اتفاقا برای اینکه این قدرت مردم استفاده بشود و بتونه شکوفا بشه، بعد شما روابط خارجی گسترش پیدا کنه. ببینید تو همین روابط با همسایگان، من امروز گرگان بودم، ترکمنستان همسایه ماست دیگه، در همون زمانی که این بحث مطرح میشد ما 7 میلیارد دلار روابطمون با یه همسایه‌مون که نه مشکل تحریم داشت نه مشکل بس داشت رسید به 200 میلیون دلار. این حاصل کدوم سیاست خارجی است؟ خب این ضعف دیگه، این کار پیش نمیره. ما تو همین منطقه خودمون، همین 15 کشور اطرافمون، بازار صنایع پایین دست پتروشیمیشون 135 میلیارد دلاره، ما چه سهمی از این داریم؟ باید استفاده حداکثری کنیم. خب اگر شما بیای هی متهم کنی بگی نه همه اینا به خاطر این است که یکی اومد در فلان جا علیه برجام حرف زد، بابا شما برجام رو اجرا کردی، خود او 15 بار تایید کرد اجرا کردی، بعد زده خارج شده. FATF رو اشاره کردم، خیلی متشکرم. FATF من میخوام بگم یکی از اون موضوعاتی است که مسئلهش خوب مطرح بشه. FATF شما رفتید یه گروهی است باهاش توافق کردید، گفتید خیلی خوب، همین آقای طیب نیا که شنیدم امروز هم با شما همکاری دارن 41 بند امضا کردن که ما این همکاری ها رو با شما داریم، کشورهای دیگه هم رفتن باهاش امضا کردن. اکثر کشورهایی که این توافق همکاری رو با FATF امضا کردن اینطور نیست که همش رو انجام داده باشن. مثلا ما بررسی کردیم یک کشور از خود کشورهای اروپایی نصفش هم هنوز انجام نداده. شما شروع کردید تک اینا رو داری انجام میدی، او هنوز میگه نه اینا رو من قبول ندارم، تازه همه اینا رو که انجام بدی من میگم گام بعدی که تو بعد برداری چیست. خب این یک نوع واقعی کجای این غلطه؟ ما بحثمون اینه آقا، بعد وقت شما عوض این که او رو متهم کنیم ما ملت خودمون رو متهم کنیم، بعد نه تنها متهم کنیم بعد معطل کنیم، مثلا بگیم خب دیگه حالا چون این رو میگه فعلا واکسن نخریم. شما دیدید سخنگوی وقت دولت های روحانی اومد بیان کرد که بله تا FATF نشود نمیشود واکسن خرید، بیشتر از این رو حتی گفتن، نامه نوشتن اعضای دولت که اگر FATF امضا نشود تا فلان، حالا اشتباه میگفتن اصلا نمیزن FATF این نیست، FATF دو تا از بندهاش منظورشون بود، نشود توی بهمن 97 نوشتن که ما اسفند 97 نمیتوانیم حقوق بدیم. خب الان 1403 هنوز داریم حقوق میدیم. من بحثم اینه آقای دکتر، اونجا باز اون بحث کارشناسی دارم میگم، اگر ما اشراف نداشته باشیم صورت مسئله رو، شما پزشک هستید و به خوبی میدونید،
اگر خدای نکرده تشخیص غلط بدید تجویزتون هم دیگه درست. خیلی متشکرم. طرف باید مون. یه نکته هم عرض کنم راجع به اون نکته که فرمودید که ما FATF هم قبول نخواهیم کرد، ترجام هم قبول نخواهیم کرد. نه بس اینه که نه در اینو شفاف بگید. آره اینو توضیح که مردم بدونن خوب شد بیان FATF رو در دولت قبول نخواهیم اتفاقا کرد. در اینو توضیح بدم خدمتتون، اتفاقا بحث خوبه. یعنی در FATF و برجام هر دو آقای دکتر ما امروز طلبکاریم، نه بدهکار. نه اونو ول کن، شما میخواین چیکار کنید؟ اتفاقا همین. نه شما میخواین چیکار کنید؟ بالاخره FATF 15 بار تایید کرده که تو همه تعهدات تو انجام دادی و اون نه تنها انجام نداده بلکه کلا خارج شده. الان شما باید چیکار کنید؟ شما باید طلبکار باشید. میدونم چیکار کنم. همین رو میگم که اگر اون میخواهد میگوید این رو ادامه بدیم، خب اول بیا تعهدات چه انجام بده. نداد میخواهید چیکار کنید؟ اصلا نداد اون موقعی که شما معطل این نباید بمانید. کشورتو نباید بگید دیگه من واکسن وارد نمیکنم، نمیتونم وارد کنم، رو به قبله شدم، نمیتونم کار انجام بدم. اتفاقا اینجا شما باید با قدرت دنیا همون علیس ارض الله واسعه اینجا بگردی، فرصت های دیگر رو پیدا کنی. ما دقیقاً واسمون اینه. این اشتباهه که ما فکر کنیم که بله فقط همین دو سه قدرتن، اگه اونا عقد کردن نیومدن انجام نمیشه. زمینی که امروز خود اونا معترفن. ببینید خود سخنگوی وزارت خارجه امریکا میاد میگه شکست فاحش خوردین رفتار ما، بعد ما میگیم نه او شکست نخورده، ما او خودش نخواسته انجام بشه. بسیار خوب. یعنی همینایی که میگفتن تعهد 25 سالش رو اجرا کنه. احسن الان آقای دکتر ما مگر نفت نمیفروشیم؟ نه. الان دارم عرض میکنم، الان مگه او از ما سوال نکرد که از بلینکن مگه سوال نکرد که آقا چرا ایران داره 2 میلیون بشکه نفت میفروشه؟ مگه امریکا نگفت که چند میفروشه؟ یک بشکه نمیشه. اتفاقا دقیق آمارش مشخصه. میدونم قیمت چند قیمتی که یعنی بشکه چند میفروشه. ببینید شما در مجلس هستید، بودجه دولت وقتی که یک چیزی قیمت میذاره، شما امسال قیمت نفت رو چند گذاشتید؟ بذارن اون چیزی که میفروشن اون نه. اون که وقتی گذاشته میشه دیوان محاسبات بعد این رو حساب کنه، بعد یا تو بودجه باید وزارت نفت در ازای تک تک اونها جواب بده. من اتفاقا بحثم اینه، باز این از همون موضوعاته، وقتی صورت مسئله رو برای ما غلط تعریف کنن نقطه قوت ما رو بعد ضعف تعریف میکنن. نه شما همین که شما فرمودید الان ما نفت و بشکه چند میفروشیم، قیمت نفت که شما میدونید که در دنیا مرتب متفاوته، یه روز 80 دلار یه روز 70 دلار، یعنی ما مشابه دنیا میفروشیم. من اون بله من دارم میگم از زمان برجام آقای دکتر، من این رو دارم خدمت شما عرض میکنم، این آمارش هست میتونید بگیرید، حتی از زمانی که اونها بود اون چیزی که داره برداخت میشد، حتی در زمان خود برجام اون زمان بیشتر داشت تخفیف داده میشد. ما دقیقا بسمون اینه، اینجا باید این با دقت عمل کرد، اینجاست که باید مسئله رو درست شناخت. اگر نه اون موقع، شما نقطه قوتتو اونا نقطه منفی مطرح میکنن. همین که شما فرمودید مثلا میگه چین، خب الان چین او میگه 2 میلیون بشکه نفت ایران داره میفروشه، بله ما این رو برای اینکه معطل نماندیم نگفتیم حالا ببینیم برجام کی درست میشود، FATF کی درست میشود. در یه زمانی معطل بودن دیگه، میگفتن 200,000 بشکه بیشتر نمیشه فروخت. شهید رئیسی اومد این رو رسوند. خیلی متشکرم آقای جلیلی. خود اونا میگن 2 میلیون، البته ما هنوز 2 میلیون نمیفروشیم ولی اونا میگن تا 2 میلیون. خیلی متشکرم. خب اینو کی داره میخره؟ بالاخره یک کسانی هستن. من ارزم این آقای چرا وضع مردم اینجوری رو روز بدبخت این اونجا سوال خود شما اینجا بعد میاتون بسی که پس همه مسائل اون نیست، مسائل داخلی رو بعد حل کرد. من اینجا عرض کردم خدمت شما دقیقاً تو مثال میترین که زدم اینه، بله وقتی شما در مشکل داشته باشی در همین نفت رو اگر بفروشی، اما متاسفانه که من اینجا واقعا از شما به عنوان حداقل یه نماینده مجلس این انتظار رو دارم، بس اینه که همین بررسی های ما این رو انجام داد که چی؟ که نفتی که میفروشی وقتی که در کشور شما در وزارت نفت شما متعارفه که بین 2% تا 4% پرتی دارد، مگه 2% تا 4% عدد کمی است؟ شما الان رو قیمت فروشش حساسی است، خیلی هم خوبه. خب پرتی 2% تا 4% که خیلی بیشتره، شما روزانه این میزان نفت بفروشید باید اینقدر پرتی داشته باشه. خیلی متشکرم. میشه چند میلیارد دلار، یعنی در 4 سال مثلا دولت میشود یک چیزی نزدیک 30 میلیارد دلار. خیلی متشکرم آقای جلیلی، دقت کرد. خیلی متشکرم آقای پزشکیان، نقاط شما مسئله بدونید خیلی روشنه. حالا آقای دکتر تو این رشته کارشناس هم هست، ولی همین الان به خاطر نداشتن تکنولوژی ما نفتی که از زمین میکشیم بیرون 18%، در صورتی که تو دنیا 48%. به خاطر همین عدم تکنولوژیه. معنیش اینه داریم سرمایه نسلها رو داریم به نابودی میبریم. میدونید یعنی چی؟ یعنی اگه 100 میلیارد الان هست 200 میلیاردشو زیر خاک دفن میکنیم.
ارزونم میفروشیم. حالا من بخوام قیمتشو قشنگ آدم در تازه نمیگن که، برای اینکه چی میگن؟ از راهی که باید دور بزنم میرم، دست کسی میدن یه همینی یه آدمی پیدا میشه مثلا 3 میلیارد بشکه نفت و برده پولا رو خورده بعد تو زندان، حالا بیا پیدا کن که کی این کارو کرده. مگه اون خودسرانه میتونست یک کشتی نفت، 10 کشتی نفت ببره 3 میلیارد دلار پول رو مثلا برنگردونه؟ حالا اون یه عدد خیلی از این پولا تو اون مسیر گم میشه. از طرف دیگه ما چون بازار رو از دست دادیم، بازار نداریم، گاز همون به اصطلاح قطر گاز ما رو داره میبره، بازار رو گرفته، ما هم داریم مثلا مملکتی که دومین گاز دنیا رو داره زمستونا گاز کارخوناشو قطع میکنه. چرا اینجوری شده؟ مشکل ما اینه. خب درستش کنن. زمان آقای رئیسی اونا بد بودن، اینا درست میکردن. این که بدتر شده. ما باید بپذیریم این مثلا 1500 تا تحریم یه وقتی از نفت و بانک ملی و نمیدونم کشتیرانی رو بیمه رو تحریم کنن، یه وقتی حسن حسین و قاسم رو تحریم کنن. اینم یه عدد تحریم، اونم یه عدد تحریمه. در زمان خود شهید رئیسی مثلا این تعداد تحریم 2500 تا رسید دیگه. خب که عدد اینی و تحریم هایی که فلج کننده است ایجاد شده. من مجلس هم اون موقعی که بحث برجام بود از آقای دکتر سوال کردم، چون اون موقع هم مخالف بودم برجام باید بشه، گفتم آقا ما برجام رو قبول نکنیم، بالاخره یه انتخاب دیگه، راهی که در پیش داریم چیه؟ شما بگید میخواییم چیکار کنیم باید تو این مملکت؟ ما نمیخواییم با اونا گفته بکنیم، اونا زور میگن. خیلی خوب زور میگن، بگید میخواییم چیکار کنید؟ واقعیت قضیه یه نقشه داشته باشیم. الان 10 سال 20 سال گذشته، بعد 15 سال میگفتیم آقا ما اگه اینو امضا نکردیم این کارو خواهیم کرد، اینقدر ضرر خواهیم کرد، اینقدر منفعت داریم. ما اطلاعات میدیم چقدر داریم روزانه به خاطر سوء مدیریتمون، نبود برنامه‌مون داریم به این مملکت ضرر میزنیم، سرمایه های آینده رو داریم گم و گورش میکنیم. کی باید جواب بده؟ اینکه چگونه باید گفتگو کنیم، چگونه حرف بزنیم، خودش یه هنره. خب قرار نیست بلد نباشیم بریم حرف بزنیم و هر وقت حرف بزنیم اونا ما رو محکوم کنن. آقای پزشکان، اگر غرب در اون تعهداتی که به شما میده به تعهداش عمل نکنه، شما اون وقت راهکارتون چه خواهد بود؟ گفتگو گفتگوست، برادر با برادر، پدر با پدر، بچه با بچه، خیلی جاها قرار حرفاشون با هم جور در نمیاد. چون اگه جور در نیامد با هم قهر میکنن میرن. شما الان ببینید آمریکا روش حل مسئله رو کارش، این که ما چگونه میتونیم یک گفتگو رو به نتیجه برسونیم، این که من واسم بگم الا بلا این گونه خواهد شد، اونم بگه نخواهد شد. در شرایطی که آمریکا سردار سلیمانی رو شهید میکنه و میخواد فروش نفت شما رو به صفر برسونه، چه فضای گفتگو میتونه شکل بگیره؟ خب اون که شهید سلیمان بحثش جداست. آمریکا این کارو میکنه به خاطر اون بحثایی که در غزه و نمیدونم سوریه و این مسائل که موی دماغ اونا بود آمریکا به شهید سلیمانی. این چه ربطی به اون دعوای قبل از این قضیه داره؟ من حرفم اینه، آمریکا یا اروپا، الان چرا بازرگانان ما نمیتونن اروپا برن؟ راحت دیگه ویزا نمیدن، تاجرای ما نمیتونن، دانشگاه‌های ما نمیتونن برن. ما چیکار کردیم که دنیا با ما اینجوریه؟ همین همسایه‌ها، خود چرا پول ما رو ترکیه نمیده؟ چرا همین چین دلار ما رو پس نمیده؟ چرا هر جنسی که دلش خواست به ما قالب میکنه؟ چرا همون قراردادی که مال 25 سال است نمیاد اجرا کنه؟ بیاد اجرا کنه دیگه، ما که رفتیم قرارداد رو بستیم، قرار بیاد بیا سرمایه گذاری کنه، نخواهم کرد. برای اینکه یک حلقه جامع است. FATF مثل فیفا است. ما اگه زیر بار اون حرفایی که تو فیفا میدن نریم، ما رو بازی نمیدن. FATF هم اینه، همون ما رو بازی نمیده بانکا. حالا ما ممکنه 10 جای دیگه بازی کنیم، ولی در بازی‌های جهانی ما شرکت نخواهیم توانست کرد. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، بالاخره یا یه قاعده بین‌المللی. حالا میگیم ما راه دیگه داریم. خب بگید اگه اینا رو نکردید چه بلایی سر این مردم میخوایم بیارین؟ خب بکنید، بگید آقا ما نه اینا رو دور میزنیم، اینجوری میکنیم. نفت داره که فرون، چرا پول برنگشته؟ تعداد پولی که چاپ کردیم الان کلی رفته بالا، 2 برابر 3 برابر شده. چرا پول چاپش زیاد شده؟ برای اینکه اون ارزه اونجا وجود داره نیومده مملکت. برای آقای پزشکیان، شما بله داره که رئیس جمهور بشید، الان دولت آقای بایدن به تعهدات دولت اوباما عمل نمی‌کنه. اقتصاد مقاومتی رو در داخل بارها و بارها گفتم، اول باید تو داخل همگرایی پیدا کنیم. پرت‌هایی که وجود داره در نفت و گاز و نمیدونم
تورمایی که ایجاد میکنیم به خاطر هزینه های اضافی و سوء مدیریت ها بشینیم به صورت علمی حل کنیم و به دنیا ثابت کنیم ما ایستادن را میتوانیم، ولی در این حال برای اینکه از این قافله قبلمون بریم گفتگو کنیم بر اساس همون سه تا دستوری که مقام معظم رهبری میفرمایند، عزت، حکمت و مصلحت. معامله است، در معامله یه چیزی باید بگیری یه چیزی بدی. این که من نخواهم داد و خواهم گرفت اصلا یه چنین معامله شکل نخواهد گرفت. گفتگو روش داره، علم داره. این که من میرم حرفو میزنم اونو قبول نکردم، خب این که هنر نی، باید بری معامله رو جوش بدی. این که چگونه، اول بازم برمیگردم تو داخل، اون اقتصاد مقاومتی رو، اون مدیریت داخلی رو، اون توانمندی‌های خودمون رو باید بذاریم کنار، سعی کنیم درست مدیریت کنیم، سعی کنیم سوختمون رو هدر ندیم، سعی کنیم دولتی بزرگ درست نکنیم، پول چاپ نکنیم، تا بعد وقتی تونستیم مشکلات خودمون رو داخل یه مقدار درست با هم دعوا نکنیم، بعد میتونیم با دنیا هم بشینیم گفتگو کنیم با عزت، با حکمت و با مصلحت. خیلی متشکرم. آقای یعنی 3 دقیقه اگر نوکه. خب من توضیح بدم برخی نکاتی که برادرمون فرمودن. آقای دکتر ببینید، من واقعا آقای دکتر احساسم این مسئله رو شما ابعادش رو بعد یکم دقیق‌تر براتون توضیح بدم. ببینید این که میگید چه بلایی اومد، چه بلایی به سر ما خواهد اومد، میخوام بگم بلا اومد. یعنی این که میگویید فقط گفتگو کنیم یه چیز بدیم یه چیز کجاست؟ بگیریم، این که اومده هیچ. نه. یه روزی میگفتیم آخه به اصطلاح چی میگن تحریم نعمته، تحریم کاغذ پاره. حالا اونم توضیح میدم. حالا میگیم بلا سرمون اومد. ببینید این بلا، نه این بلا اومد که شما میگید که بریم آقا یه چیزی بدیم یه چیزی بگیریم. اتفاقا رفتید یه چیزی، نه ده ها چیز دادید، او اصلا کلا خارج شد. پس برجام رو نخواهید کرد شما. نه. ما امروز در برجام طلبکاریم، چون اتفاقا این چیزا رو دادیم. نه آقای دکتر، اتفاقا من همین رو میخوام بگم. بگو. این حلش اینه که ما نباید معطل اون بشویم. اوکی. باید طلبکاری تو از اون انجام بدی، به او بگویی که تو این چیزها رو، این تعهدات رو من انجام دادم، تو هیچ تعهدی انجام ندادی. نکن. همین چیزی که شما میگید بده بستون، اینم هنر نیست که بری ده ها چیز بدهی و هیچی نگیری و بلکه او تحریما رو بیشتر کنه. و چطور اسرائیل با اون مخالفت؟ احسن، به خاطر اینکه همین او میدید که خیلی خوبه، فرصت خیلی چیز خوبی است، میگه اصلا تو چه توافق امضا کردی؟ تو ده ها چیز دارن اینا بهت میدن، هیچم لازم نیست بهش بدی. دقیقاً این همون چیزی بود که اونا دنبال کردن. یعنی اسرائیل همین حرفی که خود آقای روحانی اومد برداشت زد در روز قبل از خروجی اونا، که بعداش گفت که تو سبزوار گمونم بود می صحبت رو کرد که حتی اگه شما خارج هم بشید ما خارج نمیشیم. این دیپلماسیه، این نوع سیاسته. این یعنی این که من میام همه این چیزها رو میدم، بعد تو خارجم شدی، نه من کماکان میمونم. نه معنی حرف اینجاست که ما خارج میشیم، همون کاری که اسرائیل گفت، ما خارج میشیم. اونا هم غلط کردن. نه او خارج شده، ما طلبکاریم. برای اینکه اسرائیل اینو میخواست. آقا مسئله رو بدونید یا نمیخواید بدونید، من دارم عرض میکنم مسئله امروز اینه. اما اون سوالی که شما تو برجام فرمودید، اتفاقا من همون زمان توضیح دادم و الان بعد از حدود 9 سال بهتر گواهیش روشن میشه. اون چی بود؟ من عرض کردم که این ابزاری که او داره برای فشار بر شما چیست؟ همین تحریم هاست. در نقطه ایست که او خودش از آن داشت این تحریم ها داره به خط نقطه آخر میرسه. این حرف من نیست، این صحبت های اوباماست. فیلمش هست، میخواین من مجددم برای شما میفرستم اینو پخش کرد. اوباما میگه ترامپ یه چیز دیگه میگه. نه حالا بعد ترامپ هم که اومد همین کاری که کرد، من وقتی که ترامپ خارج شد اتفاقا گفتم اینم باز حماقت او بود. چرا؟ چون او در موقع این داره این کار رو انجام میده که ملت ما فهمیده حالا چگونه باید با این مقابله کنه و اتفاقا دوستان این رو نپذیرفتن. اجازه خواهید داد؟ اجازه بدید با قدرت باش. نه با ذلت، با قدرت این رو ادامه میدیم. اون قدرت چیست؟ اینه که تو توانه خودتو بشناسی اونو تو. نه اتفاقا اون بحث خودتونه که ببینید نکته درستی رو فرمودید. فرمودید مسائل قاطی نشه، بعضیش ربطی با آمریکا نداره. بله برخی بحث‌ها در وزارت نفت وجود داره، اتفاقا این رو ما دنبال کردیم. همین بحث میترین که چرا چند میلیارد دلار داره هرز میره، چرا این موضوع از ظرفیت داخلی استفاده نمی‌شود، چرا حتی از همین فناوری که میگید فقط به معطل 2-3 کشور موندیم، اینا یه بحثای دیگه است. بله اونا باید دنبال بشه، اما من عرضم اینه که این بحث رو بدونیم که چیست. نیاییم اگر تشخیص غلط بدید، آقای دکتر شما دکتر قلبید، تجویزتون هم غلط خواهد بود. من الان بیشتر از تجویز شما رو تشخیص شما اشکال دارم. این همه متخصصی غلط تشخیص دادن، شما درست تشخیص دادید. من حاضرم بحث کنم. دقیقاً من اینجا این بحثی که ما آقای جلسه بذارید با هم بحث کنیم. من حتما میام. در اون موضوعی که شما فرمودید آقای دکتر، دقیقاً شما فرمودید که ما اون زمان در برجام، در کمیسیون برجام خدمت شما عرض کردم، گفتم آقا اینطور ننوشته که تحریم‌ها لغو میشه، نوشته 8 سال دیگه.
8 سال دیگه‌اش کی بود؟ همین مهر ماه سال گذشته. بعد 8 سال چیکار کرد؟ همین سه تا کشور اروپایی که میگید یه چیز بدیم یه چیز بگیریم، ما رفتیم دادیم. سر 8 سال که شد، روز قبلش سه کشور اروپایی اطلاعیه دادن، گفتن همین کار هم نمی‌کنی. خب این رو باید بدونیم، ملت خودمون رو متهم نکنیم، طرف مقابل داره بدعهدی میکنه. اما صحبت با مردممون، ببینید عزیزان، حالا این بحثا رو چون خیلی توضیح دادم دیگه نمیخوام تکرار کنم، خیلی کوتاه. ما امروز این احرام تحریم رو که او میخواست علیه ما به کار بگیرد، حتما باید از دست او خارج کنیم. یک راهش اینه که بله گفتگو کنیم، طلبکاری کنیم. وقتی تعهداتمون رو به هر دلیل انجام دادیم، باید از او بخوایم که این تعهدات رو انجام بده. این یه بحثه. یه بحثش هم اینه که معطل نمونیم، همون کاری که شهید رئیسی انجام داد، خونسا کردن تحریم. یعنی اینا میگفتن 200 هزار بشکه نمیتونیم بفروشیم، امروز خود امریکا از آن میکنه که شما 2 میلیون بشکه میتونید بفروشید. اما مهمتر از اون اینه، اون بحثی که من دارم و در این 4 سال دنبال خواهیم کرد، اینه که علاوه بر این دوتا کار که هر دوتاش باید انجام بشود، چه اون گفتگو برای طلبکاری حقوق ملت ایران و اینکه بهش بگی تو باید تعهدات انجام بدی، این یه بحثه. چه بحث خونسا کردن تحریم، اینکه معطل نمانی کشورتو جلو ببری. اما مهمتر از اون اینه، تو باید او رو پشیمان کنی از تحریم کردن با همین اهرم‌های اقتصادی، با همین قدرت‌هایی که داری. و امروز در خیلی از این عرصه‌ها این کار داره شکل می‌گیره. چرا اونها برخی از اوقات در برخی از موضوعات کوتاه میان؟ چون میبینه که شما در این زمینه داری موفق میشی، داری این کار رو این تهدید رو تبدیل به فرصت میکنی. خیلی متشکرم. این فرمایش شهید سلیمانی که تهدیدها رو از دل تهدیدها میشه فرصت در آورد، این رو به سخره نگیریم که آقا بله بعضیا میگفتن، بله بعضی وقتا تهدید میتونه تبدیل به فرصت بشه، میتونه برای شما در شرایطی رو ایجاد کنه که شما بروی به سراغ قابلیت‌های خودت، این کار رو انجام بدی. اما این به این معنا نیست که قابلیت‌های دیگر رو نباید ببینی. خیلی متشکرم. من باز عرض می‌کنم، اتفاقاً برای اینکه شما بتونی اقتصادت رو راه بندازی، راهش چیز تعامل گسترده و سازنده با جهانه. کاری که شهید رئیسی تو سفر آخر انجام داد، همینایی که می‌گفتن نمیشه، رفت تو سریلانکا چی رو پرده برداری کرد؟ 500 میلیون دلار صادرات خدمات. خیلی متشکرم. این میتونه در 100 کشور دیگه هم تکثیر بشه. خیلی متشکرم. آقای پزشکیان نوبت شماست، به مدت 3 دقیقه بفهمید که بعد هم نوبت جنبندی پایانی ان شاء الله خواهیم داشت. ببینید این نقدینگی کشور در دولت شهید رئیسی رفته بالا. این قرمز رو میبینید اینجا رفته بالا. پول چاپ کردیم. چرا؟ این که ما میتوانیم، ما میتوانیم. اول باید اختلاف داخلی رو حل کنیم. دو، به علم و کارشناسی احترام بذاریم. علم و کارشناسی اول گفتم دست یه متخصص نی. این که مجموعه متخصصین چه میگن، مجموعه تجار چه میگن، این که من میگم اینجوریه، من مملکت رو به جایی میرسونه. من استبد به رأی هلک و من شاور الرجال شارک فی عقولها. کسی که با تصمیم خودش میگه من باید این کار، من اله میکنم، هلاکت پشت سرشه. ولی مشورت کنیم اون وقت میفهمیم. یه 10 تا آدم دیگه جمع کنیم، کارشناس، متخصص خارجی، تجربه دار، اونی که استخون خورد، فرق میکنه با منی که درس خوندم، با پزشکی که فقط کتاب خونده، با پزشکی که عمل کرده، با پزشکی که 10 سال عمل میکنه، با پزشکی که تازه داره عمل میکنه. این که من بگم من متخصصم، من میگم اینجوریه، با آدمی که استخون خورد کرده، یه عمر تو این قضیه بوده، با هم فرق دارم. در نتیجه اگر ما نظر این کارشناسا رو بشینیم گوش بدیم، اون وقت میتونیم تصمیم بگیریم کدوم یک از این راه‌ها درسته یا غلطه. این که ما این مملکت رو به اینجا رسوندیم به خاطر تصمیمایی است که ما گرفتیم، کسی دیگه، کارشناسای ما گرفتن. چرا باید ما هر مذاکره میریم بعد پشت سرش علیه ما قطعنامه صادر کنن؟ یعنی ما یه بار نمیتونستیم اونا رو قانع بکنیم، همیشه اونا باید مثلا قانع میکنن؟ این مهارت گفتگو کردن. ما خیلی مریضا رو، ما یه زمانی عمل میکردیم، مریض میمرد، میگفتن خب قلب دیگه میمیره. خب اگه قلب میمیره پس من چیکارم؟ باید راهی پیدا کنم که مریضه نمیره، و راه پیدا کردیم که نمیره. ما باید راه پیدا کنیم در زمینی که عزت خودمون رو، حکمت رو و مصلحت جامعه رو میبینیم، مشکل مردمون رو حل کنیم. این که ما تورم کردیم، همین پولی که الان داریم همش بی ارزش شده. استاد دانشگاه ما الان همش 400 دلار پول میگیره، بیرون بهش منتشو میکشن مثلا 6000 دلار پول میدن. ماشینی که بهش میفروشیم 20000 دلاری 10000 دلار 100000 دلار میفروشیم. بعد میگیم ما میخوایم رقابت کنیم، کدوم استاد میمونه با این پول برات کار کنه؟ خونه‌شو نمیتونه کرایه کنه.
دانشجوش اینجوریه، پزشکش اینجوریه، کارمندش اینجوریه، هنرپیشش اینجوریه، ورزشکارش اینجوریه. بالاخره ما باید بپذیریم، بلدیم خب حل کنن. دولت این پولا رو اون زمان چاپ کردن، کسی دیگه چاپ نگرده که. واقعیت علمی واقعیت علمیه. من بازم معتقدم قدم اول باید ما اختلافات داخلی رو حل کنیم و به حرف کارشناس یه نفر، من جراح قلبم ولی الان تو دوره تحصیلم همیشه رتبه های بالا داشتم، اما الان از جراحان قلبی که عمل میکنم من عقبترم، برای اینکه اونا هر روز عمل میکنن، هر روز کتاب میخونن، من نمیخونم. من هفته دو تا عمل میکنم، اونا هر روز دو تا عمل میکنن. خوب از من بهتره. حالا بگم نه، من همانم که این علمو داشتم، همانم که این کارا رو میکردم. کفا بالمرء جهلا لا یعرف قدره. برای یه انسان کفایت میکنه که ندونه کوپنش چقدره. برای هر مشکلی تو این دنیا راه حل وجود داره. هنر پیدا کردن راه حله و رسوندن جامعه به یه عزته. ما میتونیم با مردم، با کارشناسا، چه داخلی چه خارجی، مسلمونا، با بازرگانا، با تجارا، بابا برید مصاحبه کنید ببینید چی میگن پشت سر ما. روزگارشون سیاه شده، جنس میخرن گرون، میفروشن ارزون، بعدم تازه پولشون هم برنمیگرده واسه پول گم میشه. کی باید جواب بده؟ ما میگیم میتوانیم. خب میتوانیم، چرا پولمون رو پس نمیدن؟ چرا عراقی که این همه خدمت کردیم پول ما رو، چرا چینی که اینقدر رابطه خوب داریم دلارای ما رو نمیده؟ بده دیگه. اینا دردهایی است که ما داریم. خب اگه میخوایم ادامه بدیم بدیم، زندگی میکنیم، ولی سرمایه های مملکتمون رو نابود میکنیم. بشاب آیه پزشکیان، چون در موضوع سیاست خارجی صحبت کردیم، مشخصا اگر ممکنه این سوال رو صریح پاسخ بفرمایید که اگر در مذاکرات و روابط بین الملل اگر طرف مقابل شما به تعهدات شما عمل نکرد، در دولت آینده شما آیا یک پلن جایگزینی وجود خواهد داشت؟ ببینید گفتگو آلترناتیو داره. شما وقتی میرید میز مذاکره اول میگید این هر چقدر کسی که میجنگه مذاکره میکنه آلترناتیو ها یا گزینه های مختلف سر میز داشته باشه موفق تره. اون آدمی که یک گزینه داره میره مذاکره کنه، اگر نپذیره شکست خورده است. هنر انسان ها، هنر مدیریت، هنر جنگیدن اینه که انسان بتونه برای اینکه اون قله رو، اون هدف رو به اصطلاح بگیره، آلترناتیو های مختلف رو در نظر داشته باشه که بگه این راه رو میرم، نشد این یکی رو میرم، نشد این یکی. هر چقدر ما بتونیم آلترناتیو های مختلف رو میز داشته باشیم، موفقیتون تضمین شده است. هر چقدر با یه آلترناتیو بریم، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، راه‌های مختلفی برای رسیدن به یه هدف وجود داره. ما باید مصلحت خودمون رو ببینیم، عزت خودمون رو ببینیم، حکمت رو ببینیم. ما عزتمون رو به کسی نمیفروشیم، ما در مقابل کسی کوتاه نمیایم، ولی لزومی نداره وقتی میخوایم مذاکره کنیم یه آدمی رو بفرستیم که منافع خودش رو داره بین مذاکره کنه و بعد ما رو معامله کنه بین خودش. بسیار خوب. خیلی متشکرم. ما تقریبا به پایان فرصتمون رسیدیم. آقای جلیلی در مجموع فرمایش ها چون 50 دقیقه و 2 ثانیه صحبت کردن و جناب آقای پزشکیان هم در مجموع بر اساس محاسبه‌ای که انجام شد مجموع بیانات، چون در این جلسه مناظره، دوستان اگر دقیقش رو به هم بگم ممنون میشم، 51 دقیقه و 20 ثانیه صحبت کردن، تقریبا برابر با یک اختلاف 1 دقیقه. فرصت 5 دقیقه است برای جنبندی نهایی جناب علی. خب من 6 دقیقه فرصت خواهم. بله من تشکر میکنم از برادرمون آقای دکتر پزشکیان، نکات خوبی رو مطرح کردم. من میخوام رو اون تاکید کنم. ببینید اون نکته که فرمودید که بعد بشینیم نظرات کارشناسی رو بشنویم، حرفای مختلف، من که ابتدا هم با شما موافق بودم، عرض کردم هیچ کس علامه در نیست، این رو باید بشیند ببیند حرفای مختلف رو بفهمد به جنبندی برسه. اما نکته من اینجا اینه آقای دکتر، شما میخواهید و من و شما امروز مدعی چی هستیم؟ میخواهیم بشیم رئیس جمهور. این دیگه نیست بگی هنوز میخواهم بنشینم بفهمم چیست. اینو باید قبلا انجام داده باشید، ما زمان نداریم. اون چیزی که من عرض کردم دقیقا این بود. من نمیگویم همون که شما میگویید، ما ده ها جلسه که بیشتر، صدها جلسه، هزاران ساعت، بله با کارشناسانش باید بشینی صحبت کنی، باید بدونی اداره کشور آسون نیست. خب باید قبلش بدانی برجام و FATF برنامه که داریم. بله برنامه من دقیقا مشخصه. ببینید اون که گفتید در کشاورزی، در اقتصاد، در بانک، در همین نقدینگی که میگید، اینا رو باید قبلا مطالعه کرده باشید، باید به برنامه رسیده باشید، در سیاست خارجی، در موضوعات مختلف، در همه اینها شما باید به جنبندی رسیده باشی، نه اینکه بگویی هنوز میخوام معطل بمانم.
دقیقاً مشکلی که بود چی بود؟ در دوره قبل در دولت اون 8 ساله این بود که هنوز میگفتن میخوام حالا بررسی کنیم. الان برخی موضوعاتی که شما بیان میفرمایید جنبندی که جای خودش دارید، حتی موضوع رو و شناختش تشخیصش هم درست تشخیص نمیدید، درست بیان نمیفرمایید. من از چیکار میخوام؟ بله دارم همین رو بیان میکنم. بیانم اینه که در FATF و برجام ما باید طلبکار باشیم، ما باید تعهداتی رو که انجام دادیم حالا از طرف مقابل بخوایم تعهدات رو انجام بده، این رو دنبال کنیم. یه حرفه برنامه‌تون چی اگه انجام برنامه ما دقیقاً همینه که این رو دنبال کنید، اما برنامه اینه که به قول خود شما چی از طرق به عدد الخلائق، اینطوری نیست که شما بیایید بنشینید و بگید خب حالا این انجام نشد. نباید خودتو منحصر کنی، نباید معطل کنی، باید راه‌های دیگر رو موازی حرکت کنی. یعنی اگر او میگوید من در اینجا این تعهد رو انجام نمیدهم، تو اینجا نباید رو به قبله بیستی. همون کاری که آقایون کردن، میگفتن خب دیگه نفت نمیشود فروخت. چرا نمیشود فروخت؟ بعد راه‌هاشو پیدا کنی. باید راه‌های حتی بنده ارزم اینه، نه تنها فقط اداره و فروش نفت، بلکه اون جهش رو باید دنبال کنی. اینم حرف من نیست، نکته درستی بیان میکنی. این جمع‌بندی نظرات صدها و بلکه هزاران کارشناسه، این جمع‌بندی 140 سفر به نقاط مختلف کشوره، این جمع‌بندی حضور در جل. همین که فرمودید اصناف ما امروز مشکل دارن، من حداقل با 24 سنف نشستم، جلسات متعدد گذاشتم، حرفای اینا رو شنیدم. این جنبندی است. بله من استبدت به رأی هلک، اگر کسی یه چیزی تو ذهنش اومد بر همون اساس هی دوباره تکرار کرد، این حتما هلاک میشه. اتفاقا اینجا باید حرف رو بشنویم. راه حل که ما بیان میکنیم وقتی میگیم برنامه، بعد از یک طرف میگیم آقا راه حلت کو، وقتی که برنامه نمیگه آقا برنامه چیه؟ برنامه که هست. نه، این برنامه دقیقا برای اجرایی شدن همونه. برنامه ما در همین سیاست خارجی که شما سوال میکنید دقیقا همینه که شما نباید معطل سه تا قدرت بشید. 200 کشور وجود داره. شما برای همین روابط بانکی، برای روابط اقتصادی، باید اقتصاد ایران جانمایی پیدا کنه، بتواند جای خودش رو پیدا کنه. باید تلاش کنید، روز به روز فرصت‌های جدید رو کشف کنید، روز به روز این فرصت‌ها رو اجرایی کنید. برنامه من چیز عرض کردم، هر سفارت شما باید بشه یه سکوی صادراتی. برنامه من چیز عرض کردم، شما در اون روابط اقتصادی که دارید در همسایگان باید اولویت‌هاتو بشناسی، هدف گذاری کنی بهش برسی. نه اینکه بشود کشوری که شما باهاش 7 میلیارد دلار روابط دارید، در زمانی که میگی من همه گره‌ها رو باز کردم، برسونی به 200 میلیون دلار. این اون خطایی است که وجود داره. در حالی که در همین کنار شما، خدا رحمت کنه شهید رئیسی، رفت پاکستان، 70 میلیارد دلار واردات پاکستان هست که حداقل 16 میلیارد دلارش رو شما میتونید در اونجا حضور پیدا کنید. این رو استفاده کنید ازش. اینجا نه مشکل تحریم، نه مشکل بحث‌های دیگه است. برنامه اینه که شما بتوانید از ترانزیت که یک فرصت بسیار خوب و استثنایی است استفاده کنید. نه اینکه وقتی تا میاد شما یک جذب سرمایه‌گذاری میخواهید بکنید، میخواهید یک بحث ترانزیت را بیاندازید، یه دفعه یکی میگه نه آقا حالا این چرا این اومده؟ آقا اون به هر دلیل اومده، اون برای منافع خودش اومده، تو برای منافع خودت میای. بعد حواست جمع باشه. بله به هیچ کسی شما عقد و خوبت نمیبندی با هیچ کشوری. شما اون منافع ملتت، حقوق ملتت رو با قوت دنبال میکنی، اما باید براش فکر داشته باشی. این فکرم قبلا انجام داده باشی، این برنامه رو قبلا نوشته باشی. نه ترسی از اینکه بگن این برنامه ها رو که ولش کن. نه، یعنی چی ولش کن؟ شما باید بشین تصمیم بگیرید. حالا شما فرمودید که مثلا راجع به جراحی قلب الان مطالعه ندارید، یا چون عمل ندارید حتما با اون کسای دیگه عقب میمونید، اونها موفق تر از شماست. این صادقانه نکته درستی است. من میخوام بگم تو اقتصاد هم همینه، تو سیاست خارجی هم همینه، توی کشاورزی هم اینه. اگر شما مطالعه نداشته باشید، اگر این بررسی ها رو نکرده باشید، حتما عقب میمونید، حتما کشور 4 سال عقب میمونه، حتما نمیتونه اون موفقیت لازم رو داشته باشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم. من اون نکته که تاکید دارم دوباره روش میخوام تاکید کنم، برخی از اون موضوعات هم که مطرح شد، مثلا میگید آقا قطعنامه ارزم اینه که بعضی توصیفا غلط. سه تا، اگر 6 تا قطعنامه شورای امنیت هست، سه تاش زمانی صادر شد که زمان آقای لاریجانی بود که همین آقای 30 ثانیه فرصت ظریف که امروز با شما همکاری هستن، دو تاش سفیر بودن تو سازمان ملل، همین آقای عراقچی اون زمان معاون بین الملل بود که مسئول این کار بودن. اینا رو یه دفعه صورت مسئله رو غلط مطرح کردن. همین قطعنامه، همین قطعنامه‌های آژانس، ببینید عمدش در زمان کدوم دولت‌ها صادر شد، بررسی کنید دیگه.
و بررسی کنید و ببینید که اینها در اون مسیری که دنبال کردن اصلا چه حرکتی، چه رفتار غلطی موجب شد که طرف مقابل به طمع قطعنامه افتادن میفته. همین نکات اینا بسیار تا حال مهمه. ممنون. من عرضم اینه، اگر ما تجربه قبل رو نبینیم، اون وقت آینده یه وقت حالا به هر دلیل خطایی صورت گرفته، مهمتر از خطایی صورت گرفته این است که یک خطا مجدداً تکرار بشه، مجدداً ملت دوباره به همون بلا دوچار بشه. خیلی متشکرم. جناب پزشکیان، برای جنبندی جناب عالی 4 دقیقه و 40 ثانیه فرصت. 5 دقیقه. برنامه این حرفایی که حضرت عالی فرمودی همش جهتگیریه. برنامه که نی. برنامه تعریف داره. من هم میگم بگید شما برنامه‌تون چیه؟ میگم من مثلا باید جانمایی کنیم. خب بگو ما جانمایی کردیم، این برنامه است. بگید ما مثلا میخوایم با فلان کشور ارائه میدم خدمت. خب اون ما الان هی داریم دیگه شقا بگو برجام قرار ما جانمایی برنامه آماده است خدمتتون. اینو اعلام بکنید، چون تو اون سایتت هم ما رفتیم چیزی از اونها نبود، فقط عکس و این چیزا بود که میگفتید ما برنامه. واقعا اگر برنامه که به آقای روحانی نوشتیم مراجعه کنید، همه اینا توش بود. برنامه از نظر آقای رئیسی این برنامه رو اجرا کرد، جواب داد. برنامه از نظر علمی روش داره، مسیر داره، صاحبان فرایند داره. اینکه ما نوشتیم 4 تا آدم بشینه بنویسه، اصلا اون برنامه نمیتونه باشه. روش نوشتن برنامه از نظر علمی، اینکه کجا چگونه میخوای بنویسی، اونا باید صاحب فرایندا رو پیدا کنی برات بنویسه. شما الان دارید اینو؟ مگه شما به دولت شهید رئیسی معتقد نیستی؟ هستی یا نیستی؟ هر دولتی نه، من جواب سوال من، جواب سوال منو بده. شما به دولت داره نقاط چی؟ بله معتقدم. معتقدی؟ بله. کاراش خوب بوده یا نه؟ خیلی کاراش خوب بوده. قانون و برنامه رو او داده مجلس. احسن. کار کارشناسی کرده دیگه. بله. پس قرار نیست برنامه راجع به برجام و FATF چی اومده؟ قرار نیست. آقای دکتر راجع به برجام و FATF برنامه چی الان اومده؟ الان FATF رو میگم. برنامه الان اینجا اون نه در اون برنامه چی اومده؟ من سوال شما میگید برنامه بدید. اونجا اصلا از FATF وقتی ما برنامه میدیم میگید که نه اون برنامه وجود دارد. بعد میگید برنامه وجود دارد میگید که نه. بنده دارم میگم دولت برنامه وقتی میگید در دولت‌ها این کارو کردن. حضرت عالی هر چقدر هم قوی باشی نمیتوانی یک برنامه علمی درست بنویسی. در همون برنامه 45 برنامه از نظر دولت بنویسه. اجازه بده این رو نخونید. از نظر علمی شما نمیتوانید برای وزارت بهداشت درمان برنامه بنویسید. بله ولی بچه‌های متخصص بچه‌های متخصصتون سلامت داشتن. اصلا ما ساعت باهاشون جلسه داشتیم، بحث رو داشتن. اجازه بده بچه‌هایی هم که حتی متخصصن نمیتونن بنویسن. یا نمیدونی برنامه چطوری باید نوشته بشه؟ خب نه شما بگید الان چیز الگو بود. اجازه بده یا اون آدمایی که نوشتن به اصطلاح کپی پیست کردن. چون برنامه رو وقتی شما بنده میشه اون برنامه بنده رو. وقتی وزیر شدم برای دانشگاه ها گفتم استراتژیک پلنینگ باید بنویسی. استراتژیک پلنینگ اصلا مفاهیمش رو نمیدونستن این آدما. یه دازه جای اومدم براشون استراتژیک حالا شما این برنامه علمیتون ارائه بدید ما ببینیم. اجازه جسارت اول میخوام بگم اون برنامه‌ای که نوشتید علمی نی؟ چارچوب علمی نداره که. کاری که کردید همین شما بگید برنامه دارید، اصلا بگید خرید راهبردی در بهداشت درمان یعنی چی؟ این همه از علم حرف میزنید. علم یک روش و یک چارچوب روشن داره، ما اونو باید بریم. این که میگم باید با کارشناسی حرف بزنیم، این که من 4 تا کلمه یاد بگیرم بگم آقا برنامه و استراتژیک پلنینگ و WHO نمیدونم این چی میگن SWOT نمیدونم این حرفا، این که نشد برنامه. تازه وقت یک نگاه، یک ویژن، یک چشمانداز رو بخوای بنویسی با کوچکترین آدم اون سازمان باید هماهنگ بشی تا اون آدمی که اونجا زندگی میکنه بفهمه نگاه و نگرش سازمان نسبت به برنامه چیه. 100 تا از این برنامه قرآن های کتاب ما هست یا نیست؟ چرا این مسلمان ها به این قرآن عمل نمی کنن؟ همه هم ادعا داریم ما مسلمونیم، چرا به این قرآن عمل نمی کنیم؟ کاغذ نوشتن که کاری نداره، هر چقدر میخوای بنویس. هنر اینه که بر اساس توانی که وجود داره، آدمایی که هستن، مهارتی که هست، پولی که هست، یه چیزی بنویسی اجرا بشه. الان در تمام برنامه ها همیشه می‌نویسن 8% باید رشد بکنه. چه آقای دولت شهید رئیسی، چه هر دولتی دیگه، با این روند امکان رشد 8% از نظر علمی وجود نداره. داریم سر همدیگه و سر مردم کلا می‌ذاریم. آخه چرا داریم شما مگه نفرمودید سیاست‌های کلی نظام رو دنبال کنیم؟ این تو سیاست‌های کلی ابلاغ شده 8%. بله. اون آدمایی که نوشت شما برنامه ندارید دکتر. برای رشد. آقای دکتر جسارت اونی که نوشت الان منکر می‌شوید و معلوم میشه 4 سال آینده. من بنده منکر نیستم. جسارت میگید نمیشه. بنده منکر نیستم. میگم از این تو سیاست کلی نه حرف بزنم. بله بفرمایید. بنده میگم از نظر علمی این چیزی که
الان در برنامه پنجم، چرا برنامه چهارم، پنجم، ششم مقام معظم رهبری هم حضور داشتن، همش میگن 20% 30%، چرا اینا رو محاکمه نمیکنه مقام معظم رهبری؟ اصلا چون این دولت آقای روحانی اصلا برنامه اصلا روحانی رو قبول نداشت، اصلا برنامه ننوشت. آقای رئیسی که آقای رئیسی رو که دوست داری چرا این کارو کرده؟ آقای رئیسی اتفاقا موضوع رو دنبال کرد. آقا گوش قیمتش چنده مردم؟ برن چنده؟ خونه چنده؟ ماشین چنده؟ چی بود؟ چند بود چند شده؟ آخه به اصطلاح کاری نکنید که آدم بگه چیزی بگه که نباید بگه. چرا روند قضیه رشد منفی باشه، روند قضیه باشه، نتیجه‌ش اینه. روند قضیه اینه که ما زندگی مردم رو با چالش مواجه کردیم، مردم ناراضی هم برای اینکه زندگیشون نمیگذره، ما هم نشستیم میگیم خب نمیشه وای میستیم، شما میتونید وایستید، مردم زندگیشون نمیچرخه. ما میگیم ما باید کاری بکنیم، مردم بتونن فشار از دوششون برداشته بشه. بسم الله حلش میکنه. اینکه شما میگویید رشد 8% ممکن نیست، یعنی من نمیخوام مشکلات حل کنم. تمام آدمایی که استخدام کردید آدمای دور و بر خودتونه، همه اون کسانی که در سیستمن جزء این گروهن استخدام میشن، بقیه اصلا ول معطلن. اصلا در 8 سال اون دولت کیا استخدام کرد؟ اصلا دولت رو ول کن، هر دولتی بنده بیشترین اعتراض رو به دولت روحانی در رابطه با بهتر. این دولت بیاد قوی عمل کنه. چه سارت دولت آقای شهید رئیسی که شما بودید تو سایه هم بودید، میومدید تو آفتاب عمل میکردید، فرقی نیست. به قول این تئوری there is no difference between theory and practice. این practice there are. وقتی میخوای عمل کنی اصلا مسئله خیلی فقط من اگر میخوام شما بدم این ادعایی که من میتونم یه دکون اداره کنم با اینکه اداره میتونم بکنم زمین تا آسمان در سطح ملی در سطح اساسی من وقت اون که بدتره یکی دو شما بگید یه بنگاهی رو اداره کردی حالا میخواید مملکت رو بله اداره کنید. بله من عرضم دقیقاً اینجا همینه. ببینید شورای عالی امنیت ملی در زمانی من مسئولیت گرفتم که شرق کشور شما تهدید امریکا حضور داشت، غرب کشور شما امریکا حضور داشت، در اواخرش همین درشت داعش درست شد، اما چه چیز این تهدیدها رو کم کرد؟ اون تدابیر درست، تصمیم‌های صحیح و به موقع. تو همین بحث تحریم‌ها وقتی که شروع شد چه چیزی اون فشار تحریم‌ها رو کم کرد؟ وقتی که شما اون کمیته مقابله با تحریم رو گذاشتید اجازه که شورای امنیت ملی رئیسش رئیس جمهور احسن، اما رئیس جمهور یه نفر نمیتونه اونجا تصمیم بگیره. یک نفر نیست، تصمیم نهایی رو مقام معظم رهبری میگیره. تصمیم نهایی رو مقام معظم رهبری میگیره. این کارهایی که در تصمیم رهبری خودتون چیزا رهبری نهایتا تدابیر مدبرانه و داهیانه مقام نگو چون من رئیس بودم رهبری هر جا خوشش می اومد، یعنی اگر صلاح نمیداد اجازه نمیداد. این تدابیر مال رهبریه، او چیزی که اما اجراش چی؟ که دقیق درست به موقع اجرا بشود. از نظر علمی جناب آقای دکتر، از نظر علمی مدیریت ما یک به اصطلاح اندیویدوال کپاسیتی داریم، یک سوشال کپاسیتی، یک ارگانیزیشنال کپاسیتی. ارگانیزیشنال کپاسیتی اینه که کلاس اول دوم سوم کارمند به اصطلاح جز کارمند نمیدونم چی، رئیس یه اتاق، رئیس یه واحد، رئیس چی معاون. آخه یه آدمی که هیچ یه اداره رو اداره نکرده چطور میتونه سازمان اداره کنه؟ حتی نابغه باشه. این از نظر علمی غیر ممکنه. ممکنه ها، میایم خرابش میکنیم. از نظر علمی نمیشه یه آدمی رو ابتدا بیاری رئیس یه سازمانی بکنی که اون سازمان اداره نکرده. من اتفاقا ویژگیم اینه که اول کارمند بودم، معاون اداره بودم، رئیس اداره بودم، مدیر کل بودم، معاون وزیر بودم، دبیر شورای امنیت بودم. بنده یک دفعه نیومدم در یک جا قرار بگیرم. از پایین‌ترین سطح اومدم بالا، از کارشناسی، معاون، رئیس اداره، مدیر کل، اینا هم در یک چند روز به هر حال این روندی نبوده، 18 سال طول کشید تا من از کارشناسی رسیدم به اون جایگاه. کدوم اداره؟ از بنده اداره امریکا بودم، بعد مدیر کل بودم، بعد معاونت اروپا امریکا بودم. در همون زمان میلیاردها دلار قرارداد با همین امریکای لاتین بسته میشد که شما که این همه دوستان شما بیان میکردن که بله ما میرویم با سه تا قدرت مسائل رو حل میکنیم. نه میدونم، نه کسانی که مدعی بودن. بنده مسعود پزشکیان بر اساس اون اعتقادی که دارم در چارچوب به اصطلاح دستور امام حضرت علی علیه السلام معتقدم حکومت جمهوری اسلامی میخواد درست بشه، باید دستور حضرت علی علیه السلام رو بذارن جلوشون، طبق اون عمل بکنن. درود بر شما. شعارم ندن، هر چی امام گفته عمل کنن. بنده بیان پای کار، برنامه داشته بنده بر اساس مشخص های دکتر برنامه رو، برنامه‌ای که دولت نوشته و به قول شما مجلس نوشته پایبند باشن. نگن 8% پیشا پیش بگن این غلطه، این
الکی بنده این بنده ما جلوتر از شما اعلام کردم سیاست اصلا پس این 8 درصد رو چرا میگید غلطه؟ بنده اعلام کردم برای اینکه اون آدمایی که میگفتن محقق بشه اتفاقا ما معتقدیم درسته و جهش نیست با همین 8 درصد در جلو چشم این مردم اعلام میکنم همین امروز از انتخابات میرم کنار به شرط اینکه این 8 درصد رشد بده اگه نداد اعدامش کنن یعنی حرفی که میزنه روش واسته اگر نتونستی دقیقاً ما همینه اون نتونستی نتونستی حل کنی این روی کرد خیلی مهمه توی این مملکت جسارت توی این مملکت از این حرفا هی میزنیم وعده میدیم خلاف عمل میکنیم اصلا اینجا مردم باید تصمیم بگیرن دیگه انتخاب کنن کی انتخاب داره وعده الکی میده بله دولتی که بگوید انتخاب. اصلا این 8 درصد ممکن نیست من برنامه‌ای ندارم من مطالعه نکردم من این بحثا رو دنبال نکردم حتما جواب نمیده حتما 8 درصد اصلا نمیده. بنده میگم از اما اگر علمی... دولتی معتقد باشد این 8 درصد روی محاسبه و حساب نوشته شده ظرفیت های کشور امروز یک جهان فرصته و میتونه یه ایران جهش باشه این تئوریه و برنامه اون همین باشه که بگوید 40 سال اینه که همه مردم سال داریم از این حرفو به این مردم میزنیم نتیجه بده 45 سال داریم از این حرفو به مردم میزنیم احسن پس چرا جوابگو نیستی؟ نه اتفاقا ببینید چرا جوابگو نیستی؟ من این رو میخوام بگم اتفاقا ما چرا 60 درصد مردم نمیخوان آقای دکتر اتفاقا ما در این 45 سال موفقیت های بزرگی داشتیم بله. اینطور نیست که, که نگاه بکنیم بگیم بنده اون پس این موفق اتفاقا اینجا اون دولت قوی دولتی که اشراف داره به مسائل دولت اینه قوی که یه پشتوانه قوی باید داشته باشه رو بشناسد ضعف رو با ضعف نمیشه آقای دکتر ضعف از نظر علمی از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهون قال اینی جایلو کل ناس اماما کسی که امتحان نداده کسی که بررسی نکرده کسی که قدرتش رو در یک بنگاهی الان شما میگید بررسی نکردید شما من هیچ سابقه ای نداشتم در عمل در یه پزشکی در عمل در عمل ما همینو داریم میگیم من دارم شما بس تئوری داری میگید من اتفاقا من عملی دارم بیان میکنم ما میگیم اتفاقا تو این موضوعات مذاکرات کاملا موفقیت خواهد داشت اتفاقا مذاکرات ما داشتیم که ما رو قفل کردن مذاکرات پولای ما رو دارن میخورن ارز ما رو دارن میخورن مذاکرات این بود مملکت ما همین آقای دولت روحانی و همین آقایونی ما در عزتیم و هزار تا فرصت هزار تا چی بین همون کسانی که بیان میکردن به ما اجازه نمیدادن یک سانتریفیوژ داشته باشیم همونایی که میگفتن قفل شد زمانی ما کارو بهشون دوید دادیم که اونایی که میگفتن یه سانتریفیوژ نبود شد 19 دوستان شما اونایی که همون آدمایی بودن که سفارت انگلستان کاری زمانی بهشون دادیم که 20 درصد رو آتش زدید شما احسن در همون شب قبل از اون قضیه خود دوستان شما در صحبت‌های رسانه‌ایشون بیان کردن که جلیلی در جلسه اومد گفت که آقا مواظب باشید این یک تهدیده یک خطره ولی ضعف شما عدم اجرای اونها این کار رو دنبال نکرد بابا همون آدم الان با شما تو ستادتن دارن کار میکنن تو همون مسئله رو نشناختن تو همون صدا و سیما دارن همون رو بگید کیست اگر همون مسئله که بود بنده همون شب قبلش اشاره کردم در جلسه شورای امنیت ملی کسی رو گرفتن بیان کردیم و بیان گفتیم اونو بعد پیگیری می‌کردن اون که وظیفه من قوه قضاییه شما که حکومت در سایه بودید من در همونجا بیان کردم که شما امشب باید این رو توجه داشته باشید هشدار دادم و اونها این کارو انجام ندادن این همون ضعفای اجرا ندادن و بعد منجر شد به اون قضیه که بعد خود من به اونا گفتم ببینید این ضعف شما بود من به شما این هشدار رو دادم نه شما نه آتش به اختیارهایی که میان آتش میزنن من چیکارم نه به شما نمیگم دولت وقت چیکاره بود اصلا مگه میتونه دولت وقت اونو برخورد کنه عرضم اینه ببینید شما پزشک هستید بیان میکنید یه زمانی 850 هزار بیمار ما احتیاج به دارویی داشتن که لازمه اون داشتن سوخت 20 درصد بود این رو به ما نمیدادن بعد چیکار میکردیم بعد به مریضمون میگفتیم باستو کنار سوختشو نمیدادن قدرت ما این بود که این سوخت 20 درصد رو انجام داد این دارو رو تولید کرد نه تنها برای خودش بلکه رو صادرم کرد این میشه قوت این من نمیدونم کار آمدی این که ما باید به اصطلاح هسته ای رو داشته باشیم باید با قدرت بیستیم باید دفاع ملت کنیم ازش استفاده باید دفاع کنیم یه بحث اینی که اینه که تو این کشور برجام رو قفل کنیم FATF رو قفل کنیم بعد بگیم برنامه داریم نه این بدتریش اینه که شما عوض این که دشمن رو متهم کنید ملت رو متهم کنید دشمن که متهمه شما که اومدید 15 بار اون رو انجام دادید این جلیلی. که بگویید آقا حالا در ازای تعهداتی که من انجام دادم اون وظیفه تعهد چه انجام بده ما طلبکاری پس شما انجام نخواهید داد دیگه اون دشمن متهمه تا آخر با این دشمن اینجوری زندگی خواهیم کرد من پیشنهاد می‌کنم مردم ببینن این وضعیت ما بتونیم بحثمون رو ادامه بدیم چون ما از زمان مقرر عبور کردیم ولی چون بحث در گرفته
یکی دو دقیقه به هر یک از بزرگواران فرصت باز جمع‌بندی مجدد بدیم که دیگه بتونیم برنامه رو به پایان ببریم. دو دقیقه جناب عالی از حالا شروع میشه. من مجدد از مردم عزیزمون هم سلام عرض میکنم، هم تشکر میکنم که تا این وقت شب گوش کردن. این وقت انتخابه، وقت تصمیمه. اتفاقا این بحثای خیلی خوبی شد. یک نگاه اینه که این موضوعات که بگیم برنامه داشته باشیم، هدف داشته باشیم، رشد 8% داشته باشیم، همه اینها رو یا بگوید ندارم، یا بگوید اینها غلط است، یا بگوید که ممکن نیست، یا بشینیم بعداً بحث میکنیم، خب این کشور رو خیلی عقب میاندازه. من این رو صادقانه عرض کنم، ضمن احترامی که به برادر عزیزمون جناب دکتر پزشکیان قائل هستم، ولی این کشور رو عقب میاندازد. یا اینکه نه، یک ادعایی وجود دارد که ما امروز قانون به ما میگوید باید شما رشد 8% داشته باشید، نه اون 8 سالی که رشد منفی شد. امروز شما این رو باید محقق کنید. ما اعتقادمون اینه، اونم نه بر اساس به قولشون یک نظر مطالعاتی صرف، با صدها ساعت جلسه، هزاران ساعت جلسه، با ده‌ها گروه از طیف‌های مختلف، چه سیاسیش، چه علمیش، چه کارشناسیش، چه مدیران با تجربه، به یک جنبندی رسیدیم که نه، اتفاقا ما یک جهان فرصت داریم، با اون میتوانیم در 5 سال آینده کشور رو نه تنها اداره کنیم بلکه انشاءالله جهش بدیم. و اونم البته شرطش اینه، اون لازمش چیه؟ اینه که این بستر رو همه مردم رو در این کار مشارکت بدید، نه اینکه به اندک چیزی، به اندک بهانه‌ای کار رو تعطیل کنید، بگید که بله فلان شد 700 نفرم در روز مردن، مردن دیگه، بله چون FATF امضا نشد نمیشود. ما این رویکرد رو قبول نداریم. ما میگوییم با این کارها میتوانیم نه تنها کشور به خوبی اداره بشود، این مشکلات برطرف بشود، این مشکلاتی که مردم ما ازش رنج میبرند، بلکه انشالله پیشرفت هم بکنیم. خیلی متشکرم جناب پزشکیان. دو دقیقه جمع‌بندی جناب. بله بسم الله الرحمن الرحیم. این چیزیه که دوستان، مردم شریف ایران، نگاه من به سیاست خارجی با رقیب عزیزمون فرق داره. من قائل به مذاکره برای رفع تحریمم. برادرم آقای جلیلی اصولا اون رو فایده نداره، برای اینکه میگه اونا قبول ندارن. میگید قبول ندارن دیگه. من تحریم رو یک چالش باید باشی در مذاکره. من تحریم رو یک چالش و مانع و سر راه مردم ایران میدانم. برادرم میفرمایند که این یک سبک زندگی است، ما باید خوب کنیم. نه نگفتم. من تحریم رو آسیب جدی به اقتصاد ایران میدانم. برادر ما جلیلی میگه این آمریکا و غرب هستن که از تحریم ما زیان دیدن و اقتصادشان در معرض فروپاشی است و اطرافیانشان به همین سرعت این اصلاحات رو کردن. سیاست خارجی من بر مبنای واقع بینی است. حالا برادرمون، من قائل به پیوستن به FATF و عادی سازی روابط بانکی و مالی ایران با جهان هستم. حالا برادرمون گفتن دیگه نظرشون. من به سیاست خارجی یک نگاه ملی دارم. برای من معنی خونسازی تحریم این است که هر جوان ایرانی بتواند با کمترین امکانات به یک مشتری در یک کشور همسایه محصولات و خدمات خود را بفروشد و پول خود را مستقیم در حساب بانکیش در ایران دریافت کند. حالا خونسازی تحریم برای برادرمون میگه واسطه گری، دلالی، قاچاق فروشی، میلیاردها دلار زیان. برای من سیاست خارجی یعنی ایجاد پیوندهای متعدد و منافع مشترک با همه کشورهای جهان در راستای رشد اقتصادی و توسعه ایران. حالا در این روند توسعه در قفس دیگه، ما باید تو قفس زندگی کنیم. برای من سیاست خارجی یعنی تشخیص تهدیدها و بحرانهای پیش رو با صداقت و واقع نگری، ولی خب در اینجا انکار میکنیم ما اینا رو. برای من سیاست خارجی یعنی آرامش روحی و روانی مردم، از این ور ما اضطراب داریم و مشکلات. سیاست خارجی من وسیله است برای متوقف کردن روند مهاجرت جوانان و ایجاد زمینه بازگشت ایرانیان خارج از کشور. برای من سیاست خارجی یعنی کاری کنیم ایرانیان بتوانند برای آینده خود در بلند مدت برنامه بریزند. برای من سیاست خارجی یعنی تعامل، همکاری، تامین منافع ملی. برای من سیاست خارجی الهام از تمدن و عظمت شکوهمند ایرانی میگیرد. سیاست خارجی من برای رفاه مردم است، برای ایجاد انگیزه ماندن و ساختن، برای رشد اقتصادی و توسعه، برای آسایش روانی و ثبات در زندگی، برای نسل آینده، برای صلح، برای مردم، نه به هزینه مردم، و در یک کلام برای ایران. و سلام. خیلی متشکرم. خدا قوت جناب خیلی ممنون جلیلی. خدا قوت جناب عزیز. برنامه‌تون راجع به حرفا بگید. خوبه زمینی که حرفای منم که این چیزایی که شما گفتید نبود. باز این خودش متشکرم. برنامه است میگین شما دارید جهتگیری رو میگی برنامه. چون جنبندی کردین دیگه اجازه بدین که بقیه بحثا رو بذاریم برای فردا شب ساعت 21:30 دقیقه که ان شاء الله ادامه برنامه مناظره رو به عنوان دومین برنامه در مرحله دوم خواهیم داشت. خیلی متشکرم که با این برنامه مناظره همراه بودید. امیدوارم مورد استفاده شما قرار گرفته
باشه و به تشخیص و انتخاب شما کمک کرده باشه. شب شما بخیر و خدا نگهدار. متشکرم. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم.